سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز، فارسی زبانان در هر کجای عالم به ویژه در ایران عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز من آقای طباطبایی، انقلاب و نظام، بخش دوم با زیر عنوان شواهدی تازه و نقد مصاحبه منسوب به استاد ابراهیمی دینانی. این بحث دنباله بحث گذشته هفته قبل درباره جمله تاریخی مرحوم آقای سید محمد حسین طباطبایی درباره اولین شهید انقلاب بود که مورد استقبال فراوان قرار گرفت و البته انتقاداتی هم برانگیخت. در این جلسه اون مباحث رو ادامه میدم. شواهدی تازه یافتم، دوستانی کمک کردند و اطلاعات تازه‌ای در اختیار من قرار دادند که از همشون صمیمانه تشکر میکنم. بحث امروز من شامل دو بخش است. بخش اولش دنباله مبحث پنجم جلسه گذشته است درباره تخلیه اجباری خانه استیجاری به دلیل عدم رضایت مالک در زمستان 1350 که حالا توضیح خواهم داد، و بخش دومش در مورد مصاحبه است که به نام استاد دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی در خبرگزاری تسنیم منتشر شده و من به تفصیل به اون خواهم پرداخت. اما بخش اول بدون هیچ خلاصه مقدمه وارد اصل بحث میشم. بخش اول در مورد اون قضیه تخلیه اجباری خانه استیجاری است. در بحث وضعیت مالی آقای طباطبایی عنوانی داشتم با همین شکل، تخلیه اجباری خانه استیجاری به دلیل عدم رضایت مالک. در اونجا دو روایت مستقل از آقای سید مصطفی محقق داماد و سرکار خانم نجم سادات طباطبایی همسر مرحوم علی قدوسی نقل کردن که در مواردی با هم تفاوت داشت. الان به دو روایت تازه دست پیدا کردم از دو منظر کاملا متفاوت. میخونم، اینقدر واضحه که نیازی به چندان شرح و بسط نداره. اون دو روایت رو روایت اول و دوم فرض کنید، حالا وارد روایت سوم میشه. روایت سرکار خانم فریده مصطفی اعرابی در کتاب گذر ایام در خاطرات خانم فریده مصطفی دختر امام، یعنی دختر آقای خمینی. این کتاب در تهران توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در سال 1397 یعنی 3 سال قبل منتشر شده. مطالبی که من میخونم از صفحه 82 تا 84 این کتاب است. عنوان بحثشون هم دقت در مصرف وجوه شرعی است. خب خیلی کار پسندیده است البته. خلاصه کردم و مواردش که چندان مرتبط به بحث نبوده چند نقطه گذاشتم، اما بقیهش را اینن میخونم. زمانی که آقا، یعنی آقای خمینی، ایران بودن در سال 1343 فردی این ملک را، حالا این ملک را خواهیم دید، همون ملک است که بعداً خانه آقای طباطبایی مستأجرش میشه، این ملک را به قیمت 90,000 تومان به آقا فروختند و به نام ایشان سند زدند. خب از داخل بیت آقای خمینی معلوم شد سند اینجا اصلا به نام شخص ایشون خورده. خانه با حیاط و اتاقهای بزرگ که تنها یک درب ورودی به سمت خیابان حجتیه داشت، یعنی همونجا که مدرسه حجتیه است، اونه که قم بودن یا با قم آشنا هستن. بعد از آن که آقا، یعنی آقای خمینی، تبعید و به ترکیه فرستاده شدن، گفتند که این ملک سهم امام و سادات، یعنی خمس است، و خواستار آن شدند تا ملک به کتابخانه تبدیل شود. 2-3 سالی گذشت و آقا به نجف نقل مکان کردن. به کمک طلاب علاوه بر کتاب آقا، کتاب‌های بسیار دیگری نیز تهیه شد و کار قفسه زدن کتابخانه آغاز شد. زمانی که موعد چیدن کتاب‌ها فرا رسید، 3 نفر از طلاب برای حروف بندی
ظاهرن یعنی قفسه بندی کتاب ها شب را تا صبح در آنجا به سر بردن تو همون خونه. در همان شب ماموران امنیتی به اصطلاح به همراه کامیون هایی به آنجا آمده و علاوه بر کتاب ها طلاب را نیز با خود بردن و به این ترتیب تبدیل آن به کتابخانه منتفی شد. بعد از آن برای مدت این ملک خالی ماند. پس از آن برای مدت زمانی علامه طباطبایی در آنجا ساکن شدند. این روایت دختر آقای خمینی است. بعد از آن آقای حائری، منظورشون شیخ مرتضی حائری یزدی، پدر همسر داداش مصطفی، یعنی آقا مصطفی خمینی، همسر آقا مصطفی خمینی، دختر آقا مرتضی حائری، پسر مؤسس حوزه علمیه قم بودن. نامه خطاب به آقا نوشته و ازشان خواستند تا این خانه را در اختیار آقا مصطفی، یعنی دامادشون، قرار دهند. آقا، یعنی آقای خمینی، در پاسخ نوشتند هر زمان همه طلاب خانه‌دار شدند، مصطفی هم خانه‌دار خواهد شد. خب اگر اون نامه نوشته باشه جواب بسیار درستی ایشون داده. پس از آن از آقا خواستند تا خانه را به علامه طباطبایی بدهند. حالا کی خواست که خانه؟ مثلا آقای حائری خواست؟ ننوشته. اما از آنجا که این خانه خمس بود، آقا بلا فاصله به عرابی محمد حسن عرابی، داماد آقای خمینی، همسر همین خانم نویسنده این خاطرات، خانم فریده مصطفی هست، وکالتی در مورد این خانه دادند و از او خواستند تا هر طور که ممکن است این خانه را بفروشد تا سهم امام و سادات دست نخورده باقی بماند. خب توضیح ندادند که چرا قبلا به این سرعت به فکر فروش خانه نبودند، ولی الان اینقدر با این سرعت به دامادشون وکالت میدن که بدو سریع خونه رو بفروش. خب اعرابی نیز با توجه به این که ملک سهم امام و سادات بود، نهایت سعی خود را به خرج داد تا خانه را به بالاترین قیمت معامله کرده حساب رفاقت و آشنایی را کنار بگذارد. اونجا نوشته کیام اومدن خونه رو بخرن، پسر آقای صدوقی بود، کیکی بود، اینا که دیگه خیلی به بحث ما مربوط نمیشه. با این کار طبیعی بود که برخی افراد در این میان ناراحت شده باشند، همونا که میخواستن خونه رو بخرن. اما حساسیت اعرابی نسبت به بیت المال به گونه ای بود که از تمام این ناراحتی ها چشم پوشی کند. خب خانم در باره همسرش خوب نوشته. بالاخره در پی مذاکرات صورت گرفته، آقای سیدی که واسطه و متولی خرید درمانگاه قرآن و اطرت بود و قصدش برای ساخت این درمانگاه خیریه نیک بود، در مذاکرات پیش افتاد و ملک را برای خود کرد. خب یعنی اگه دوستانی که قم هستن میدونن درمانگاه قرآن و اطرت، حالا اگه سر جاش باشه، وقتی که من بودم این روبروی مدرسه حجتیه بود و ایشون میاد و این ملک رو میخواد ملحق بکنه به درمانگاه و کار خب خیلی خوبی هم بوده. حالا اینجاشو گوش کنید. مقاومت علامه طباطبایی برای تخلیه خانه مدتی به طول انجامید، به روایت دختر آقای خمینی، و آقا نگران این مطلب بودند که اگر فوت کنند، یعنی خودشون از دنیا بروند، این خانه به نام ایشان، یعنی آقای خمینی، میماند و به ورثه میرسد، در حالی که متعلق به ایشان نیست. به همین خاطر با تأکید به اعرابی، یعنی آقای محمد حسن، جهت تعجیل در فروش ملک، دست آخر این ملک به درمانگاه قرآن و اطرت بدل گشت. تعجیل در فروش این ملک تنها به دلیل نگرانی آقا در مورد ارث، به ارث رسیدن این خانه به ورثه بود. کنه چیزی پس سر این خانومه که باید اون رو دفع دخل مقدر بکنه و میگه که این همه عجله‌ای که برای فروش این خانه بود هیچ دلیلی نداشت، الا چی؟ الا اینکه مبادا تو این وسط مالک قانونی خانه که آقای خمینی باشن از دنیا برن و وقت ورثه اشتباهاً این رو ملک خودشون بکنن، در حال که این ملک سهم امام است و مال مردم است و مال بیت المال است و دیگه معلومه چی میشه. خب این نقل قول خانم فریده مصطفی تمام شد. حالا من چند قطعه دیگر برای توضیح بهتر از لابلای این کتابشون برای شما نقل میکنم. خانم فریده مصطفی در سال 1334 با محمد حسن اعرابی ازدواج کرده است. همین کتاب نوشته. بعد اونجا نوشته شده که آقای اعرابی در صنعت خشکبار مشغول بودند و وضع مالی خوبی داشتند. برگه فندق، پسته، بادام و گردو را از اطراف قم جمع‌آوری کرده به بنادر کشور می‌فرستادند تا توسط کشتی به کشورهای اروپایی چون آلمان برود. یعنی اعتباری
صادرکننده خشکبار از قم بودند به خارج. مهر اعرابی دلیل کیفیت بالای کالا بود. اونجا خیلی چند نصف یک صفحه هم توضیح میده که چقدر برند بالایی داشته این اعرابی، خشکبار اعرابی. حالا به بحث ما مربوط نیست. بعد میگه که زمانی که کشاورزی ایران دچار لطمه شد و تولید خشکبار کم گردید، مشغول صادرات فرش شدند. نوع اعرابی در مرحله بعدی صادرکننده فرش بوده. میدونید فرش قم هم مثل فرش کاشان از فرش‌های بسیار مرغوب ایران هست. یا سه تا فرش اول، سه چهار فرش اول، یکیش هم فرش قم باشه. در آن قم هم زندگی کردم، کاشان هست. هر آنچه وجوهات به دست آقا میرسید نزد اعرابی نگهداری میشد، به گفته سرکار خانمش، و برای پرداخت شهریهای اول ماه آماده میشد. آقای اعرابی در مورد مسائل مالی بسیار حساس بودند و شباهت زیادی در این امور به آقا، یعنی آقای خمینی، داشتند. آقا نیز در این مورد اعتماد خاصی به اعرابی داشت. در زمانی که آقای خمینی در نجف بودند، سیر پرداخت شهریه به همین منوال و با مدیریت بسیار دقیق اعرابی ادامه یافت. خب اینم صفحه 165 بود. اون موارد صادراتشون هم صفحه 150 و 151 همه رو از کتاب خانمشون نقل کرد. حالا برای که بدونیم بالاخره هم چی شد، محمد حسن اعرابی متولد 1303 در 31 خرداد 1389 از دنیا رفته است. این نقل قول اول که من اصلا کاری به کارش ندارم، فقط گفتم چون نقل قول بعدی میاد. بعد از اون که نقل قول دوم بعدی هم گفتم، اون وقت یک اشارات خواهم. روایت چهارم، پس روایت اول روایت محقق داماد، روایت دوم روایت نجم سادات طباطبایی همسر آقای قدوسی، روایت سوم روایت خانم فریده مصطفی دختر آقای خمینی. حالا برسیم روایت چهارم، روایت آقای شیخ محمد صادقی تهرانی، مشهور به آیت الله العظما دکتر محمد صادقی تهرانی، صاحب رساله، مرجع قرآنی و عناوین دیگه. ایشون متولد 1301، متوفای 1390 هستند. شاگرد آقای خمینی بوده و صاحب تفسیر الفرقان و تفسیر القرآن و سنه در 30 جلد به زبان عربی هستند. متنی که میخوام قرائت بکنم و طولانی هم هست اما بسیار مهمه، از فایل صوتی خاطرات ایشون عیناً پیاده شده. از دوستی که این زحمت رو کشید من سپاسگزاری میکنم. وی در این صحبتش به نام آقای خمینی مطلقاً اشاره نکرده. مواردی رو چون مبهمه، من توی کروشه آقای خمینی رو جاهش که لازم بودی آقای طباطبایی رو اضافه کردم. ذکر میکنم ایشون مطلقاً اسم کسی رو نبرد. مقدمه آمدن ایشان یا آقای طباطبایی به قم، یعنی سال 1124، باز همان ضیق مالی بود که در تبریز آنقدر مقروض شد که نمیتوانست بماند. آمد قم و این خودش یک رحمت الهی بود. مقدمه رحمت الهی بود که ایشان به قم بیاید که یک پایه جدیدی در قم در تفسیر قرآن بگذارد. علامه طباطبایی بارها به من فرمودند که من از آخوندی و روحانیت فقط یک چیز دارم از نظر رسمی، و آن لباس و عمامه است. اما هیچ مزیتی از مزایایی که حوزه ها برای روحانیون قائل هستند، چه از نظر معنوی چه از نظر مادی، ندارم. منظور وجوهات شرعیه بوده که ایشون استفاده نمی کردن. طرق دیگری هم بوده که جزء وجوهات نبوده، اما چرس کنید. علامه طباطبایی چون درآمدی نداشتند. درآمدشان فقط از چاپ تفسیر المیزان بود. هر جلدی در می آمد آقای آخوندی 2000 تومان به ایشان می داد. آقای آخوندی صاحب دارالکتب اسلامی. بله. حالا چند ماه باید یک جلد را ایشان بنویسد؟ چند ماه که چرز بکنه، بگید چند سال، و تهیه کند. در عرض 20 سال ایشان تقریبا 20 جلد تفسیر را نوشتند. این سال یک، این سال 2000 تومان. آن وقت 2000 تومان برای یک مرد، و من اضافه کنم خانوادهش چه خواهد بود؟ علامه طباطبایی تا همین اواخر منزل نداشت، تا یکی از دامادهایش جواد مناقبی رفت تبریز و زمین‌هایی که مربوط به ایشان بود را احیا کرد تا توانست یک خانه تهیه کند. ولی قبل از آن، الان خوب یادم هست، خانه نداشت.
بدون واسطه من جریان را نقل میکنم، یعنی صادقه تهرانی که من عیناً این موارد و خودم شاهدش بودم. حوزه علمی قم با آن تشکیلاتی که داشت، با آن مرجعیت هایی که داشت، علامه طباطبایی را به اندازه یک طلبه از نظر اقتصادی اداره نمیکرد. یادم هست، به این بخشش توجه بکنید، توی مطالب قبلی نبود. یادم هست علامه طباطبایی که به مجلس سلماسی می رفتند. این مجلس سلماسی مسجد تاریخی است، هم آقای خمینی توش تدریس کرده، هم آقای طباطبایی، و درس تفسیر می گفتند. خوب ما شرکت می کردیم، این صادقه تهرانی شرکت می کرد. زمستان هوای سرد، ایشان با یک عبای نازک تابستانی و یک قبای نازک تابستانی می آمد. چرا؟ چون نداشت دیگر، یعنی پول نداشت عبا تهیه کند، پول نداشت قبا تهیه کند. می آمد در مسجد سلماسی می نشست، شاید تا 10 دقیقه می لرزید از سرما تا خودش را کنترل کند، تا شروع کند به درس گفتن. پسرش عبدالباقی طباطبایی، خب آقای طباطبایی 2 دختر داشت که داماداش رو جلسه قبلش اشاره کردم، قدوسی و مناقبی، 2 قطب مخال متفاوت. اما پسرش عبدالباقی مهندس هم بوده، پیش باباش هم ریاضی خونده. عبدالباقی طباطبایی برای من نقل کرد، یعنی برای صادقه تهرانی، گفت ما زمستانها خیلی شد که فقط نان و ماست میخوردیم. یعنی چیزهایی هست، بعضی چیزهایی هست، حالا صادقه میگه که نمیشود من بگویم، یک خورده از آن را میگویم بعد دوباره پشیمان میشه، نه نمیگویم، چون به یک جای برخورد میکنند. این خاطرات رو داره بعد از انقلاب نقل میکنه، اون یک جا هم معلومه کجاست. شخصیت هایی که به ایشان ظلم کردند که قابل ذکر نیست، متوجهید مرجع ضمیر به کجا میره. آقای طباطبایی در خانه ایشان به عنوان مستأجر نشسته بود، خب ایشان این آقای خوبه، و بعد این خانه را از باب سهم امام 150,000 تومان کسی داده بود به کسی از مراجعی که الان موجود است. حالا اونجا 90,000 تومان بود، اینجا شده 150,000 تومان. حالا کم و زیادش که اینا من نمیدونم کدومش درست، ولی بالاخره داده بود آقای خمینی. و ایشان یعنی آقای طباطبایی در این خانه نشسته بود، یعنی نه مجانی، مستأجر بود، کرایه میداد. به کی؟ به آن مرجع، یعنی آقای خمینی. بعدن یکی از خیشاوندان ما که صادقه تهرانی باشم که می آمد نجف سال 1 مرتبه برای زیارت، آمد و گفت یک جریان است که شاید شما بتوانید حلش کنید، چون شما با آن مرجع خیلی آشنا و رفیق هستید. راست میگه، صادقه تهران آدم مبارزی بود، آقای خمینی هم شاگردای مبارزش رو دوست داشت، این بالاخره پیش آقای خمینی رفت آمد داشت. کاری نداریم به این که آن مرجع زنده است یا مرده، نمیخواد اسم استادش رو بیاره تا براش مشکل ایجاد بشه. میخواهم خیلی مبهم گفته باشم، حالا ببخشید ایشون از دنیا رفته آقای صادقه تهرانی، من دیگه مرجع زمیرا رو باز میکنم، ولی خودش واقعا مبهم گفته که کسی نفهمه آن مرجع کی بود که آقای خمینی باشه. رفتم به خانه آن مرجع، یعنی آقای خمینی، در یک جلسه خصوصی خدمت ایشان عرض کردم. خوب، علامه طباطبایی که بزرگترین وزنه علمی است در حوزه علمی قم، ایشان خانه ندارد و در خانه‌ای که از بابت سهم امام به شما داده شده نشسته و مستأجر است. چرا برای ایشان محدودیت قائل شدند؟ نگفتم شدید، گفتم شدند. احترام کرده، چون داماد آن مرجع، یعنی همون آقای محمد حسن عرابی که گزارش همسرشون رو برای شما خوندم، رفته بود در خانه ایشان، یعنی خونه آقای طباطبایی، داد و قال کرده بود که باید از این خانه بلند شوید. ایشان یعنی آقای خمینی گفتند من اجازه نمی دهم که در خانه‌ای که مربوط به سهم امام است یک نفر استاد دانشگاه بنشیند. من اینجا علامت تعجب گذاشتم. صادقی میگه که ایشان استاد دانشگاه نیست، اساتید دانشگاه های عالم می آیند خدمت ایشان، حالا تو پرانتز مثل آنری کوربن و دیگران، استفاده هایی می کنند از جمله از دانشگاه های پاریس و جاهای دیگر مثل دانشگاه تهران، عیسی سپهبادی، دکتر سید حسین نفت، داریوش شایگان، خیلی لیست 10-15 نفره بوده می رفتن، شوخی نبوده. استاد دانشگاه نیست، وانگهی
بعد صادقی میگه که من صریحا صحبت میکردم با مراجع، تعارف نداشتم. عرض کردم خدمت آقای خمینی، خدمت ایشان، من میگم آقای خمینی، خدمت ایشان، اولا این خانه مال شما نیست و از سهم امام خریداری شده. ثانیا ایشان یعنی طباطبایی خانه را از شما اجاره کرده است. ثالثا این خیلی مهمه، تو قبلی ها نبود، الان زمستان است و نمیتواند بلند شود و برود. ایشان گفت آقای خمینی نه، علا ای حال ایشان غاصب است، یعنی طباطبایی غاصب است و نمازهایش باطل است. گفتم صادق تهرانی عرض میکنه با آقای خمینی نه خیر، حرف شما باطل است، نمازهای ایشان باطل نیست، حرف شما باطل است. بعد اضافه میکنه اینها مال قبل از انقلاب است، بعد از انقلاب که ایشان یعنی طباطبایی خانه داشت. ادامه نقل، باز اینو تو قبلی ها نبود. بعدن پسرشان عبدالباقی طباطبایی در روز فوت پدرش که رفته بودم منزل ایشان، بعد دوباره میگه من همش جدیت دارم که عبارت جوری نباشد که آن طرف معلوم شود که کیست. خب اتفاقا من جدیت دارم که معلوم شود آن طرف کیست، تاریخ دارم، تاریخ تفکر شیعه معاصر است، شوخی بردار نیست. برای من، یعنی برای صادقی نقل کرد که من یعنی عبدالباقی طباطبایی یک روز از خانه رفته بودم بیرون، برگشتم دیدم که پدرم دم در ایستاده و می لرزد و رنگ رویش پریده. گفتم آقا چتونه؟ فرمودن الان برو یک جایی را پیدا کن که الان اسباب کشی، اسباب بکشی، چون داماد این آقا یعنی همون محمد حسن عرابی آمده و اینجا فحاشی کرده، فریاد کرده که باید از این خانه بلند شد، الان باید بلند شد. عبدالباقی خدمت باباش میگه آقا جان خوب، اما الان یعنی چی؟ سر سیاه زمستان کجا خانه پیدا میشود؟ آقای طباطبایی گفتن نه، ولو طویله شده من اینجا ایستادم، اگر نروی من میایم بیرون. اصلا به این جریانات که رسید، بین این دو بزرگوار که هم او یعنی آقای طباطبایی بزرگوار بود، هم او یعنی آقای خمینی بزرگوار بود، این طور شد. چرا؟ بماند. پایان نقل قول آقای محمد صادقی تهرانی. حالا توضیحات من. مهندس عبدالباقی طباطبایی پسر بزرگ صاحب المیزان بیش از تمام فرزندانش به پدرش شباهت داشت. یه ویدئوی امروز وقتی این خاطره رو می‌دیدم، میتونید سرچ کنید، هیچ چیز غیر از او پیدا نکردم، مال دوران تبریز پدرش. حالا فرصت کردید بخون، جا الان فرصت ندارم جزئیاتون رو بگم، سجایایی از آقای طباطبایی از زبان پسرش شنیدم که تالا نشنیدم. ایشان آقای عبدالباقی طباطبایی در تاریخ 3 آذر 1389 از دنیا رفته است، رحمت الله علیه. آقای خمینی میخواست مستأجر ملک خمسی اهل علم باشد، یعنی روحانی باشن، حوزوی باشن. توهم کرده بود که مستأجرش آقای طباطبایی استاد دانشگاه شده است. خب این برای من مهم بود که چه اتفاق افتاد. آقا نمیشه اول مثلا خونه رو به استاد دانشگاه داد؟ استاد دانشگاه به استاد حوزه فرق میکنه؟ خب لا فرض کنه فرق میکنه، اصلا قضیه چی بوده؟ چی شده؟ قضیه این بود که آن زمان میخواستند به آقای طباطبایی دکترای افتخار بدهند. البته آقای طباطبایی به مراسم دکترای افتخار نرفته بود. قرار بوده گواهی دکترای افتخار را به قم بیاورند و به ایشان تقدیم کنند. قضیه را از زبان دکتر سید مصطفی محقق داماد بشنوید. خصوصی هم برای من نگفته. در مصاحبه مورخ 15 اسفند 1391 با خبرگزاری فارس. سرچ کنید، پیداش کنید، بخونید. من بخشی از این مصاحبه را برای شما میخونم. علامه ابتدا در قم سخن محقق داماد.
علامه ابتدا در قم خانه نداشت و پس از فروش زمین خود در تبریز موفق به خرید خانه در قم شد، همون که صادقی تهرانی گفته بود مناقبی رفت و مقدماتش رو فراهم کرد. پس از رحلت علامه این خانه با واسطه گری بنده یعنی محقق داماد توسط آیت الله جعفر صبحانی خریداری شد و اکنون دارالقرآن کریم است. میتونید پیداش کنید کجاست. منزلی که علامه طباطبایی خرید در همسایگی منزل بنده بود. آیت الله مرتضی مطهری از تهران به من زنگ زدند، یعنی به محقق داماد، چون محقق داماد شاگرد بسیار نزدیک دوره آخر آیه مطهری بود و گفتند شاه به پیشنهاد برخی که احتمالاً دکتر سید حسین نصر بوده تصمیم گرفته، دکتر سید حسین نصر رو من اضافه میکنم، تصمیم گرفته به دو نفر، یکی علامه طباطبایی در قم و دیگری حاج میرزا رحیم ارباب در اصفهان دکترای افتخاری بدهد. هر دو از اوتاد زمانه بودند و از بزرگان فلسفه معاصر، تا مقدمات تأسیس یک دانشگاه اسلامی را به ریاست علامه فراهم کنند. آقای مطهری به من گفت شما بروید به علامه طباطبایی بگویید مصلحت نیست قبول کنید. من آمدم خدمت علامه. خاطرم نیست منزل ایشان آن زمان تلفن نداشت یا بیان این موضوع مصلحت نبود، یا شاید هم منظور آیت الله مطهری این بود که بروم علامه را قانع کنم که دکترای افتخاری را نپذیرم. در هر صورت خدمت علامه آمدم، ماجرا را با آقای طباطبایی گفتم. ایشان گفت اگر آقای مطهری مصلحت نمیبینن چشم، شما بگویید حالا من چه کنم. گفتم، محقق داماد میگه، به نظرم شما از منزل خارج شوید و مسافرت کنید. ایشان همین کار کرد. ایشان از قم به تهران رفتند. آقایان آمدند. قاعدتا دکتر نصر و دیگران بودند. آمدند. هرچه در زدند کسی خانه علامه نبود که در را باز کند. و به تبع دکترای افتخاری هم به ایشان داده نشد. بعدها عده‌ای به دروغ گفتند که علامه دکترای افتخاری از شاه دریافت کرد. که این کذب محض است. پایان نقل قول مصطفی محقق داماد. حالا من یه خط بیشتر ننوشتم. آقای خمینی بر اساس این خبر دروغ به محمد حسن اعرابی داماد و وکیلش مأموریت میداد که بلا فاصله مستأجر را که علامه طباطبایی باشد از خانه بیرون کند و اعرابی آنچنان که شنیده بودید چنین دیگه واقعا شرح من ندارم بدم. خب حالا این بخش اول عرایزم، بریم بخش دوم. مصاحبه منصوب به استاد دکتر دینانی. به دنبال برگزاری سخنرانی آقای طباطبایی انقلاب و نظام در یک انقلاب، در این انقلاب یک شهید واقعی بود که مظلومانه هم شهید شد و آن اسلام بود. 21 آذر 1400 یعنی دقیقاً هفته قبل در همین روز خبرگزاری تسنیم مصاحبه منصوب به استاد محترم دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی با عنوان توی گیومه ابراهیمی دینانی هرگز کلامی در رد انقلاب از علامه طباطبایی نشنیدم، کدیور از قول من بی خود گفته و علامت تعجب، در تاریخ 23 آذر 1400 منتشر کرد. خب خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری فارس از خبرگزاری های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از رسانه‌های زرد جمهوری اسلامی محسوب میشه و بسیاری از بازجو خبرنگارها در اونجا مشغول تولیدات هستند. یکیش همین است. پس همین نیست که آقای دینانی، آقای استاد دکتر دینانی چنین نگفته. حالا میشنوید ادامه خواهیم داد. خب این قسمت، این بخش شامل شش بحثه. اما بحث اول، مصاحبه منصوب به ابراهیمی دینانی. ایشون آمده این خبرگزاری زرد یک مقدمه نوشته خوندنیه علیه من، اونم میتونید بخونید و میگذارم توی مقالم چون فرصت ندارم میگذارم ازش. بعد در این مصاحبه من متن کاملش رو با سوال و جواباش آوردم تا دیده بشه. اتفاقا اینها بسیار خوبه برای شناختن جمهوری اسلامی و خبرگزاری های رسمیش.
در این مصاحبه 9 پرسش شده است که می تواند به 4 موضوع به شهر زیر تقسیم شود. پرسش های اول، دوم و هشتم درباره عبارت نخستین شهید انقلاب آقای طباطبایی و نظر ایشان درباره ولایت فقیه، انقلاب و آقای خمینی است. پرسش سوم تا پنجم، یعنی 3 تا پرسش، درباره انقلابیونی است که باعث توقف مذاکرات کربن طباطبایی شدند. پرسش های 6 و 7 درباره میزان صحت نقل قول من از استاد دکتر دینانی و سیاسی نبودن ایشان است. پرسش 9 هم درباره میزان ارتباط دکتر دینانی با آقای طباطبایی است. من ترتیب رو برعکس کردم و از آخر شروع کردم، به این دلیل که این سوال آخر سایه میندازه بر تمام اون 3 بحث قبلی و مشخص میکنه که قضیه از چه قرار است. عنوان بحث من الان مروری بر سوابق علمی استاد دکتر دینانی است. به خاطر اینکه ما بدونیم ایشون در هر مقطع زمانی در چه شهری بودن، خیلی راحت کمک میکنه به ما که ادعاها رو راستازمایی بکنیم. البته ایشون با صداقت همه چیز رو خودشون ذکر فرمودن. حالا میخونم. این مطلبی که میخوام خدمت شما عرض بکنم از این کتابه. همه رو مستند کردم که هیچ جایی بحثی نباشد. کتاب منتشر شده از آقای دکتر عبدالله نصری با عنوان آینه های فیلسوف، گفتگوهای در باب زندگی، آثار و دیدگاه های استاد غلام حسین ابراهیم دینانی، تهران، انتشارات سروش 1380. این مطالبی که من میخوام نقل کنم خلاصه صفحات 31 تا 43 است. 30 صفحه هست. من این رو بردم توی یه پاراگراف خلاصه کردم که بحثش که به ما مربوط میشه را به عرض شما برسونم. دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی متولد 1313 تا حدود 20 سالگی در اصفهان تحصیل میکرد، است تحصیل حوزوی. از حوالی 1333 یا 1334 تردید از خود ایشون است، تا سال 1345 در حوزه علمی قم مشغول به تحصیل بوده است. سالو به خاطر بسپاری 45. و در این زمان در درس روزانه آقای طباطبایی اسفار و بعدن الهیات شفا و در درس شبانه ایشان که 2 جلسه در هفته بوده، ظاهرن شبهای پنجشنبه و جمعه، شرکت میکرد است. آقای طباطبایی از سال 1338 مباحثاتی با هنری کربن در تهران داشته است. سالانه تابستان ها 2 هفته 1 بار. در آن جلسات بعضی اساتید دانشگاه هم حضور داشتند که من در جلسه گذشته به خصوص تو متن کتبیش به جزئیات فراوان اشاره کردم. اون دوستان متن کتبی جلسه قبل تقریبا 50% از متن شفاهیش اضافات داره. اگه صرفا گوش کردید میتونید مطالعه هم بفرمایید تا سندها رو ببینید. دینانی و سائنی زنجانی، محمد اسماعیل سائنی زنجانی، از قم با آقای طباطبایی روانه این جلسات در تهران می شدند. خب، از سال 1345 آقای دینانی ساکن تهران بوده و در دانشکده الهیات دانشگاه تهران تحصیل می کرده است و همزمان به گفته خودش به استخدام آموزش و پرورش در آمده دبیر دبیرستانهای تهران می شود. در سال 1351 به استخدام گروه فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد در می آید و به گفته خودش در سال 52 یا 53 از دکتری خود دفاع می کند و تا سال 1361 در مشهد ساکن بوده است. بعد از آن با تقاضای خودش به گروه فلسفه دانشگاه تهران منتقل می شود. خب، منبعش مشخص شد. پایان مصاحبه خود ایشون با عبدالله نصر. بنابراین وی ایشان از سال 1351 تا پیروزی انقلاب اصولاً در تهران نبوده است و در آن مقطع در جلسات کربن طباطبایی هم شرکت نمی کرده است. به تصریح خود ایشان در مقطع مشهد به کلی ارتباط هم با قم و تهران قطع شده. یه بارت تو گیوم رقل میکنم ازش. یعنی در دهه 50 با آقای طباطبایی، آقای دینانی با آقای طباطبایی ارتباطی نداشته است به تصریح خودش. در انتهای همین سال، یعنی سال آخر همین خبرگزاری که کرده، ایشون با تواضع می‌فرماید: حالا من دیگر پیرمردم و خیلی چیزها یادم نیست. شما هم شر این چیزها را از من نخواهید. پایان گیومه. من اضافه کردم: استاد من الان 87 ساله است. عمرش دراز باد.
اعتراف میکند که بسیاری چیزها از خاطرش رفته است و از اون نباید انتظار داشت خاطرات مربوط به سالهای گذشته را به یاد بیاورد. او به کتابهایش ارجاع میدهد چرا که به حق حافظش را در این سن قابل اعتماد نمیداند. این نکات را در تفسیر سه بحث بعدی این مصاحبه باید در نظر گرفت. این نکته را در نظر داشته باشید. بعد دقیقا میبینیم حرف درستیشون زده همینجا که همین نکته رو درست فرمود. بحث سوم، دینانی و عبارت اولین شهید این انقلاب طباطبایی. استاد دینانی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما که از نزدیک با مرحوم علامه طباطبایی هش و نش داشته اید، صدور چنین جمله، یعنی در این انقلاب یک شهید واقعی بود که مظلومان هم شهید شد و آن اسلام بود و انتساب آن به علامه با شخصیت و اندیشه ایشان سازگار است؟ استاد دینانی پاسخ می‌دهد: من نمی‌توانم استنباط کنم، ولی هرگز چنین جمله را از آقای طباطبایی نشنیدم. پایان نقل خور. دینانی در آن سالها مشهد بوده و در جلسه جابان دماوند حضور نداشته است. علاوه بر آن تصریح کرده که در آن دهه به طور کلی ارتباطش با قم و تهران قطع شده بود، یعنی برخلاف آنچه در سوال آمده، ایشان در دهه 50 با آقای طباطبایی مطلقاً هش و نش نداشته است. پس طبیعی است که استاد این عبارت را از آقای طباطبایی نشنیده باشد و متواضعانه هم میگوید من نمیتوانم استنباط کنم. من نمیتونم نظر بدم، نمیتونم بگم بله یا نه. یعنی انکار نمی کند. حکیمی، محمد رضا حکیمی تفکیکی، آن زمان در مشهد این عبارت را شنیده بود. مگر ممکن است دینانی اهل فلسفه ساکن مشهد آن را نشنیده باشد؟ اما بحث این شنیدن مستقیم است. درست میگه آقای دینانی مستقیما این را از آقای طباطبایی نشنیده. خب مگه ادعا شده بود ایشون شنیده؟ خبرنگار که از پاسخ دینانی راضی نیست دوباره میپرسد: با توجه به شناختی که از مرحوم علامه داری، چقدر انتساب این جمله به ایشان را صحیح میدانی؟ استاد دوباره پاسخ میداد: نمیدانم، استنباط نمیشود کرد. آقای علامه طباطبایی مرد پیچیده‌ای بود. خب فیلسوف بود دیگه. بعید میدانم چنین حرفی با ایشان سازگار باشد. من از ایشان چنین چیزی نشنیدم. پایان نقل قول از استاد. اولا نمیدانم. ببینید دارم میخوام کلام استاد دیناری رو تحلیل کنم. اولا میفرمان نمیدانم. ثانیا برای بار دوم میفرمان نمیشود استنباط کرد. ثالثا آقای طباطبایی پیچیده بود چون فیلسوف بود. لازمه پیچیدگی این است که احتمال صدور این عبارت از وی منتفی نیست. پیچیده بود دیگه. رابن برخلاف آنچه دو نوبت از آن اجتناب کرده بود، یعنی استنباط و حدس، این بار به اقتضای مقام، بالاخره داره با خبرگزاری سپاه داره صحبت میکنه، میگوید بعید نمیدانم چنین حرفی با ایشان سازگار باشد. خودش میداند، یعنی استاد میداند که این حدس خلاف واقع است، لذا خامساً صادقانه میگوید من از ایشان چنین چیزی نشنیدم. من باور میکنم استاد دینانی از مرحوم آقای طباطبایی این رو به گوش خود نشنیدن. چرا؟ چون قم و تهران نبودن، مشهد بودن. چرا که در دهه 50 مطلقاً با ایشان، یعنی آقای طباطبایی، هش و نش نداشته است. راستی مگر کسی ادعا کرده بود ابراهیم دینانی در جلسه جابان دماوند حضور داشته و عبارت اولین شهید انقلاب را مستقیماً از آقای طباطبایی شنیده است که حالا خبرنگار دنبال این کارشه؟ در نتیجه خلاصه پاسخ استاد دینانی این است: اولا عدم انکار عبارت تاریخی است، یعنی شون انکار نکردن، اهل زیرک است، میدونن. ثانیا او آن را از آقای طباطبایی نشنیده، اینم درسته. ثالثا نمیداند و نمیخواهد استنباط کنه، جواب فیلسوفانه و عالمانه است. او در این مورد که خبرنگار با تصریح به اسم این جانب میخواهد چیزی رو از زبان استاد علیه دانشجویش درآورد، خبرگزاری خبرنگار را ناکام میگذارد. اطمینان دارم در حد اطلاع خودم استاد دینانی عبارت مذکور را همانند محمد رضا حکیمی حداقل در مشهد شنیده است و بسیار بعید است باوری متفاوت با استادش داشته باشد. این استنباط من است، اما جای خودش.
خب حالا بحث چهارم، عنوانش هست دینانی و نظر طباطبایی درباره انقلاب، نظام و آقای خمینی. خبرنگار با اصرار میپرسد اساساً میشود ایشان، یعنی علامه طباطبایی، را در رده مخالفان نظریه ولایت فقیه امام رضوان الله علیه و انقلاب اسلامی قرار داد؟ استاد دینانی با زیرکی پاسخ میدهد استنباط از من نخواهید، من هرگز کلامی در رد انقلاب و ولایت فقیه از علامه نشنیدم. اساسا ایشان آدم منزوی بود و در سیاست ورود نمی کرد، اما وقتی علما به شاه عبدالعظیم آمدند ایشان هم همراهشان. پایان پاسخ استاد دینان. ایشان برای بار چندم از استنباط می گریزد و حاضر نمی شود استنباط خود را که چندان دور از رأی استادش نیست ابراز کند. بالاخره شاگرد استادش رو می شناسه. ثانیاً هم شاگرد و استاد ایشون هم شاگرد و استاد من و ایشون، دو تا سلسله است اینجا. ثانیاً به حق پاسخ میداد من هرگز کلامی در رد انقلاب و ولایت فقیه از علامه نشنیدم. دینانی در دهه 50 به تصریح خود ارتباطش با قم قطع بوده و در نتیجه با آقای طباطبایی هش و نش نداشته تا نظر صریح ایشان را در اواسط سال 60 در جابان دماوند درباره اولین شهید انقلاب بشنود. به علاوه آقای طباطبایی بسیار محتاط بود و به هر کسی هم اعتماد نمی کرده تا دیدگاهش درباره انقلاب و ولایت فقیه را در میان بگذارد. اینکه دینانی نشنیده معنایش این نیست که طباطبایی نگفته است. اینا به لحاظ فلسفی های دینانی خودشون کاملا مسلطن بر این زمین، ما اینا را از خود ایشون یاد گرفتیم. این نظر استاد دینانی درباره استادش که اساساً ایشان، یعنی آقای طباطبایی، آدم منزوی بود و در سیاست ورود نمی‌کرد، صائب است. درسته؟ یعنی فرهنگی کار بود و مانند آقای خمینی به دنبال فعالیت سیاسی نبود. عبارت آخر استاد دینانی هم درست است. نام آقای طباطبایی در کنار برخی علمای بزرگ قم و دیگر بلاد که در سال 1342 حدوداً خرداد یا تیر بوده، به اعتراض به بازداشت آقای خمینی محل آقایان خمینی محلاتی و قم در همون قیام 15 خرداد 42 در حضرت عبدالعظیم گرد آمده بودن دیده می شود. آدرسش رو من در پاورقی جلسه قبل، متن جلسه قبل آوردم. البته یقین دارم که استاد دینانی از مخالفت استادش آقای طباطبایی با انقلاب ولایت فقیه و آقای خمینی به نیکی آگاه بوده است، اما با ظرافت می گوید من مستقیماً چیزی در این باره از ایشان نشنیدم. خب درست هم می‌فهمم. اگرچه نیمه اول تیتر مصاحبه برگرفته از این قسمت است. یعنی همین که خلاصه من چیزی در علیه ولایت فقیه و انقلاب و امام از آقای علامه طباطبایی نشنیدم شده تیتر مصاحبه. اما باز خبرنگار موفق نشده چیزی علیه شاگرد از استادش در بیاورد. بالاخره استاد دیناری در اینجا داره با یک خبرنگار بازجو کشتی میگیره و الحمدلله ضرب فنی هم نشده. استاد دینانی در گفتگو با دفتر رهبری یه مصاحبه دیگه است. در پاسخ به پرسش مشابهی چنین گفته است. سوال اینه نسبت ایشان، یعنی آقای طباطبایی، با انقلاب چطور بود؟ پاسخ ایشان: علامه طباطبایی با انقلاب مخالفت نکرد، ولی ذاتاً فکر انقلابی نداشت. صریحاً بگویم فکر انقلابی نداشت، انقلابش انقلاب فلسفی بود. البته اصلاح فلسفی به نظر بنده، ولی خب فرض کنیم انقلاب هست. پایان نقل قول. اگر مراد ایشان، یعنی استاد، مخالفت علنی است، یعنی اینکه علناً مثلا آقای طباطبایی بیاد مخالفت کنه، مثلا شبیه آقای شریعت مداری اطلاعیه بده که آقا اصل حاکمیت ملی که تو قانون اساسی اومده با اصل ولایت فقیه سازگاره، خب بعد از اونم بره توی حصر و بعدش هم بره مسائل دیگه، ببخشید اولش ممنوع تصویر بشه، بعدم یک ارتباطی با یک کودتایی براش درست بشه و بعدش هم چیکارش بکنن، حصر رو تا آخر عمر و در حصر هم از دنیا بره. نه، آقای طباطبایی هم چیکاری نکرد. پاسخ ایشان: اگر مراد ایشان مخالفت علنی است، پاسخ استاد دینانی در تمام اجزایش درست است، اما اگر منظور مطلق مخالفت است، حتی در جلسه‌ای مثل جابان دواوند پاسخ دقیق نیست. راستی مگر خود استاد دینانی که دیگه و دیگر اساتید که در فضای عمومی سیاسی نیستند، در جلسات خصوصی آرای انتقادیشان را درباره انقلاب و نظام ابراز نمی‌کنند؟
من مایل نیستم اینجا جزئیات بیشتری را عرض بکنم. فتأمل. بحث پنجم، دلیل توقف مذاکرات طباطبایی کربن. خب این بحث مفصل ترین طولانی ترین بحث این جلسه من، تحقیق نسبتا جزئی هم کردم، حالا ملاحظه میفرم. بخش اولش اینه، خبرنگار میپرسد آقای کدیور در بخش دیگری از صحبتهای خودش با استناد به گفتی از شما اینطور القا میکند که گویی این طرفداران مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بودند که باعث شدند جلسه مباحثه مرحوم علامه با پروفسور هانری کربن تعطیل شود. پایان سال. بنده اینجا نوشتم آنچه من گفته بودم قرائت این عبارت استاد دکتر دینانی از مصاحبهش با کریم فیضی در کتاب سرشت و سرنوشت بود. عیناً میخونم، یعنی من اصلا از خودم هیچی نگفتم، متن گذاشتم جلوم. صحبتی که آقای دکتر دینانی در مصاحبه با کریم فیضی در کتاب سرشت و سرنوشت فرمودن عیناً نقل کردم. حالا هم دوباره میخونم. اندکی پیش از انقلاب، توجه بکنید اینا مال من نیست، مال دکتر دینانی است. ویدئوشم هست بود، ویدئوشم رو همه شبکه‌های اجتماعی گذاشتم که هر که نشنیدن بشنوه، که بدون اینا رو من نگفتم، اینا رو استادم فرموده است، یعنی استادم دکتر غلام حسین ابراهیم دینان. اندکی پیش از انقلاب، اندکی پیش از انقلاب مثلا میشه چقدر؟ مثلا 55 تا 57 دیگه. اندکی پیش از انقلاب که بیشتر از این دورتر نیست. بعضی از دوستان انقلابی ما که لازم نیست اسم ببرم، خب دوستان انقلابی که من نداشتم تو دهنه‌های دینانی، دوستان انقلابی لازم نیست اسم ببرم، یعنی اگه اصلا صلاح نیست اسم ببرن، اگه اسم ببرن اوضاع خراب میشود. خب به من و آقای صائنی زنجانی گفتند که این جلسه و تشکیل آن از اول کار درستی نبود، یعنی از سال 1308 تا 338 اشتباه کرد. خب چرا؟ گفتنم حالا چند نقطه چیزای دیگه میگم. ما تا حالا تحمل کرده ایم، همون آقایون دوستان انقلابی ها، ولی الان که قبل از انقلاب است، جالبه توی نوار دیگه، چون شو چند باره رو گفتیم، میگه قبیل انقلاب. قبیل یعنی خیلی کوچولو قبل از انقلاب. یه خیلی کوچولو قبل از انقلاب یعنی سال 57. اگه قبیل باشه، قبیل هم اصطلاحی که ایشون به کار میبره، هم آقای خامنه ای به کار برده در یه جای دیگری، یعنی این مصغر قبل است، یعنی بسیار نزدیک به قبل، قبل اما بسیار نزدیک. ولی الان که انقلاب، ما تا حالا تحمل کردیم، ولی الان که قبل از انقلاب است و چیزی به انقلاب نمانده، خب کی ما فهمیدیم انقلاب؟ خب من دیگه سن خودم اقتضا میکنه، 56 شروع شدی بس مسائل، 50ی باید 57 باشه، چیزی به انقلاب نمانده، صلاح نیست که ادامه پیدا کنن. خب البته جای دیگری آقای دینانی توی نوار ویدئو صوتی، ویدئو صوتی تصویری میتونید خودتونم بشنوید، اسم میبره که مثلا میگه که گفتن هانری کربن فراماسون است، دکتر نست درباری است، شایگان ال است، یکی یکی برای هر کدومشون یه پرونده گذاشتن زیر بغلشون. صلاح نیست که ادامه پیدا کند. شما یعنی دینانی یا صائنی به علامه طباطبایی بگویید که جلسه را تعطیل کنند. کی گفته؟ دوستان انقلاب. کی گفتن؟ نزدیک به انقلاب، نزدیک پیروزی. ایشان هم با کراهت میگوید، یعنی آقای دینانی توضیح میده که دیگه جلسه پیش براتون خوندم، با کراهت تمام، چون خودش میخواست دوست داشته جلسه ادامه پیدا کنه و حرف اینا موافق نبوده، بالاخره میره با آقای علامه میگه، آقای طباطبایی میگه که ایشون هم ناراحت میشن که دفعه پیش گفتم دیگه تکرار نمیکنم، جلسات برای همیشه تعطیل میشه. حالا چی من گفتم؟ هم روارش هست، هم کتبیش، من از رو متن میخونم دیگه، سربری دقتشه. من چی گفته بودم؟ ای کاش استاد ابراهیمی دینانی، این دوستان انقلابی تو گیومه، چون عبارت خود ایشون هست، که باعث تعطیل این جلسه گفتگوی پربار و کم سابقه شدن را معرفی میکرد. خب این که خبرنگار، این که وقتی میگم رسانه زرد، وقتی میخواد چیزی رو نقل کنید، همون که گفته شده نقل کنید. اینکه حرفی تو دهن کسی بگذارید، اونی که من گفتم، این کجا اسم آقای خمینی اومده؟ این این عبارت من است. دوستان انقلابی این عبارت استاد دینانی بوده است و ایشان به صراحت اراده، به صراحت گفته اراده همین دوستان انقلابی را باعث تعطیل مذاکرات
کوربن طباطبایی دانسته. این که من چنین القا کرده باشم نسبتی کاملا خلاف واقع است. به حمدالله از این اظهار نظر دکتر دینانی نه تنها کتاب منتشر شده، بلکه ایشان چند نوبت سخن گفته که ویدیوهای یکی از آنها، نه همش، یکیش رو من روز قبل، دو روز قبل در شبکه‌های اجتماعی خودم بازنشر کردم که همگان این مطلب را از زبان و بیان خود استاد دکتر دینانی بشنوند و ببینند. تردیدی نیست که متبادر از دوستان انقلابی در بیانات استاد دینانی پیروان آقای خمینی بوده است. متبادر همون حرف من نیست. این ارتکاز و تبادر مطلقاً ربطی به ناقل که بنده باشم ندارد. به هر حال با چنین زمین سازی مسموم، خبرنگار به استاد دین خبرنگار چنین مسموم خبرنگار استاد دینانی پاسخ می‌دهد. سوالش رو خوندم. نه، آنها، یعنی اونایی که باعث توقف این مذاکرات شدن، طرفداران امام نبودند. این طرفداران آقای خمینی نبودند. آخر این مسئله آنقدر دقیق است که نمی‌شود همینطور بی‌مبنا حرف زد. خیلی حرف درستی می‌زنند. اجمالاً این که کسانی که موجب برهم خوردن آن جلسات شدند انقلابی نبودند، آدم‌های کله خشک و منجمدی بودند که با کربن مخالفت می‌کردند. هنوز هم مخالفند. آدم منجمد که لازم نیست انقلابی باشد. کسانی که مخالفت کردند هیچ ربطی به انقلابی بودنشان نداشت. پایان نقل قول استاد دینانی در این مصاحبه. حالا توضیح من. دکتر دینانی عبارت سابق خود را پس می‌گیرد. در سال 1380 فرموده بود دوستان انقلابی از طریق وی با آقای طباطبایی فهماندند که با نزدیک شدن انقلاب دیگر مجالی برای ادامه جلسات با کربن فراماسون و نصر و شایگان طاغوتی نیست. با عرض معذرت از آقای. حالا می‌فرماید مانعین انقلابی نبودند، خشک مغزان منجمد حکمت ستیز بودند. و هر منجمدی انقلابی نیست. بعضی منجمدها انقلابی هستند. یعنی منجمد بر دو قسم است، انقلابی غیر انقلابی. حالا می‌فرماید بعضی، یعنی بعضی از آنها انقلابند. این تکذیب عبارت سابق خود ایشان است. به علاوه منجمدان خشک مغز حکمت ستیز چه ارتباطی با نزدیکی انقلاب داشتن؟ اینا همیشه با حکمت و فلسفه مخالفت بودن. حالا میخواد 30 سال به انقلاب مونده باشه، میخواد به اصطلاح خودش قبیل انقلاب باشد. این که گفته بشود قبل از انقلاب یه چیز دیگری است. این تکذیب عبارت سابق خود ایشان است. ایشان در عبارت منقولش که تو کتاب نوشته، دیگه تو ویدئو هم نیست که کم و زیادش بشه، که تو کتاب کریم فیضی نوشته، 4 بار از واژه انقلاب استفاده کرده. توجه کنید، من دوباره میخونم. اندکی پیش از این انقلاب، 1، بعضی از دوستان انقلابی، 2، انقلابی ما که لازم نیست اسم ببرم، به من و آقای ساعنی زنجانی گفتند که این جلسه و تشکیلان از اول کار درستی نبود. ما تا حالا تحمل کردیم، ولی الان که قبل از انقلاب است، بار سوم، و چیزی به انقلاب نمونده، بار چهارم، صلاح نیست که ادامه پیدا کنه. خب استاد بزرگوار، 4 بار شما مسئله انقلاب رو فرمودی. حالا این من گفتم؟ مناسبت حکم موضوع به این سادگی ها اجازه نمیدهد انقلاب را به منجمد و خشک مغز و فلسفه ستیز تحویل کنیم. این بخش اول. بخش دوم، خبرنگار رها نمیکنه، میپرسه دوباره، اما آقای کدیور به نقل از شما نتیجه میگیرد که آن انقلابیون طرفدار امام بودند. آنچه من گفته بودم، پایان نقل قول از این آقای خبرنگار، آنچه من گفته بودم عبارت خود دکتر دینانی بود، دوستان انقلابی. اما اینکه دوستان انقلابی را به طرفداری آقای خمینی ترجمه کنم و این را به دکتر دینانی نسبت بدهم خلاف واقع است. در چنین زمینه خلاف واقع و مسمومی به دکتر دینانی نسبت داده می شود که این پاسخ ایشونه که من میگم منسوبه، به خاطر اینکه یک اطلاعات غلطی به ایشون داده. ایشون که خودشون نشستن گوش بکنن یا بخونن، میگه خبرنگار میگه اینجوری گفته، میگه خب بی خود گفته. خب راست میگه، من نگفتم که اون بی خود به من برگرده، بی خودش به خبرنگار برمیگرده، نه به کدیور.
آنچه من ایشون میگه که از قول من بی خود گفته، بار کلا منم میگم آقای خبرنگار از قول من بی خود گفته، من نگفتم، عرض کردم که منجمد الفکرها بودند. عبارت ایشان از متن کتبی قرائت شده و چیزی غیر از آن به استاد نسبت داده نشده است. دوباره تاکید میکند که مانعین منجمد الفکرهای غیر انقلابی بودند نه انقلابی. قسمت دوم تیتر مصاحبه بازجوم آبانه میشود کدیور از قول من بی خود گفته، علامت تعجب. بسیار خوب. خبرنگار ادامه میدهد این آدم های به تعبیر شما منجمد الفکر بعدها در جنیانات انقلاب نقش و سهمی هم پیدا کردند؟ اساسا سوال بسیار خوبی است، بارک الله. خبرنگار بالاخره یه سوال درست هم کرد. ظاهرا خود خبرنگار هم قانع نشده، لذا با این عبارت به تعبیر شما منجمد الفکر ها استفاده کرده. استاد دینانی پاسخ میدن نمیدانم. ببینید چند بار از واژه نمیدانم تو این مصاحبه استفاده کرده. من آن موقع دیگر از قم بیرون آمده بودم، اما می دانم که در رأس آنها آقای سید احمد طیبی شبستری بود که کتابی هم در رد آقای طباطبایی نوشت. آنها از اساس با فلسفه مخالف بودند. خب من تقاضا کرده بودم ای کاش استاد دکتر دینانی اسم اون افراد دوستان انقلابی رو ببرن. حالا ایشون فرمودن خیر اینا انقلابی نبودن، منجمد الفکر ضد فلسفه بودن، اسمش هم فلانی است. خب خیلی ممنون. حالا همین رو بررسی میکنیم. دکتر دینانی تنها سرکرده مانع این را میشناخته و به علت قطع ارتباط مطلق با قوم تهران همه آنها را نمیشناخته است. آیا مقصود استاد این است که طیبی شبستری به استاد دینانی و سائنی زنجانی مراجعه کرده و از آنها خواسته به آقای طباطبایی بگوید که مذاکرات فلسفی را تعطیل کنند؟ بالاخره دوستان انقلابی که اخیراً شدن دوستان خشک مغز منجمد الفکر که با آقای دینانی مراجعه کرده بودند برای دکتر دینانی شناخته شده بودند. به همین دلیل ایشون قبول میکنه و ببینه سنبشون پرزوره میره به آقای طباطبایی میگه آقا دارن زور میارن، نمیشه مقاومت کرد، درس رو تعطیل کنید. خب بعد میشناختیدشون، چطور میفرمود که من از قوم دور بودم و نمیشناختید؟ یکی از دو تا با هم سازگار نیست. برای همین قبول میکند برود با آقای طباطبایی پیغامشان را برساند. دوری از قوم چه ربطی به شناختن آنها دارد؟ این که ایشان اسم آن چند نفر را به زمان نمی آورد جای اما و اگر دارد، من نمیدونم، خدا میدونم. البته این که حالا چیا را آقای دکتر استاد دکتر دینانی درست فرمودن، بسیاری از مطالبشون عین واقع است، من دارم عرض میکنم. اما اینکه سید احمد طیبی شبستری مخالف فلسفه بوده و کتابی هم در رد آقای طباطبایی نوشته کاملا صحت دارد. استاد دینانی درست فرمودن. عنوان کتابچه کم حجم 70 صفحه وی گران دست منه حول و تفسیر القرآن، حول و تفسیر المیزان است. حول یعنی درباره پیرامون، حول و تفسیر المیزان 70 صفحه هم بیشتر است که در نقد جلد اول تفسیر المیزان نوشته شده است. کی؟ حالا میگم. تاریخ کتابت این کتابچه در انتهاش 19 رمضان 1377 قمری است، یعنی میشه با سال شمسی 20 فروردین 1307 شمسی، یعنی یه سال قبل از اینکه بنده متولد بشه، که در همان سال 1337 هم در قم منتشر شده است و مورد اقبال قرار نگرفته است. چرا که مخالفت وی با صاحب المیزان علت غیر علمی داشته نه دلیل فلسفی. اینا رو با تحقیق عرض میکنم و علت داشته نه دلیل. ایشون این کتاب رو نوشته مخالفت با فلسفه انگیزه اصلی نبود، انگیزه اصلی چیز دیگری بوده. سید هادی خسرو شاهی رحمت الله علیه که به واسطه کرونا این اواخر از دنیا رفت، سربسته به علت مخالفت طیبی شبستری اشاره کرده است. من عبارت ایشون رو میخونم، سندش هم عرض میکنم. اولا خسرو شاهی وی یعنی طیبی شبستری رو از شاگردان فاضل اسفار و تفسیر آقای طباطبایی شمرده است. من با چند نفر دیگه هم صحبت کردم از شاگردای آقای مطهری، همشون گفتن آقا آدم فاضلی بود است. یک، یعنی بی سواد نبود. کتابش هم نگاه کردم میفهمیده. حالا میتونم من باش موافق نیستم، اما نمیتونم بگم پرت بوده. و
بله، که بسیار بعد طباطبایی بر خسرو شاهی نوشته که بسیار بعید به نظر می رسید که این چنین بر ضد استاد خود قیام کند و تا مرز تکفیر ایشان پیش برود. نوشته آقا در قصه معاد آقای طباطبایی خلاف ضروری مذهب نوشته. خب خلاف ضروری مذهب نوشتن یعنی تکفیر، اما اولش نوشته. حالا من وارد جزئیاتش نمیشم چون بحث امروزم این تحلیل کتاب که نیست که. البته خسروشاهی ادامه میده، البته بعضی از دوستان نقل میکنند که علامه طباطبایی در یک نظرخواهی مشورتی موضوعی را درباره نام برده صلاح ندیده بود و گویا همین مسئله موجب رنجش شدید وی و انتقام جویی و مبارزه به اصطلاح علمی وی گردید و علامت تعجب. خب من مشکوک شدم، یعنی کنجکاو شدم ببخشید، که این نظرخواهی مشورتی چی بوده، در مورد چی بوده که باعث شده این آقا به این موضع بیفته و بیاد و همچون کتابچه بنویسه. و خب تو کتابم جا نیفتاده، اینشون کسی نبوده که بتونه مقابل مثلا صاحب المیزان، اونها حالا تازه تفسیر اولش آمده بیرون، بیاد بیرون. نقد که اشکالی نداره، اما نقد داریم تو تعرض، این تعریضه نه نقد هست. از دو نفر از شاگردان دوره آخر آقای مطهری که هر دو موثقند و از هر دو از اساتید متبحر دانشگاه هستند در داخل و خارج، من در مورد طیبه شبستری تحقیق کردم. آقای دکتر دینانی میدونن من دارم کیا رو میگم. بعد هر دو ذکر کردن طیبه شبستری آمده بود خواستگاری دختر آقای طباطبایی و بهشون نداده بود. این موضوعی که طرح موضوع نظرخواهی مشورتش این بوده، مشورت کرده بود، صلاح ندیده بود دخترش رو بهشون شوهر بده، ایشون بعدش رو ندن، شده بود ضد استادش. این همه هر دو هم ذکر کردن، این کاملا توی قوم پخش شده بود، همه میدونستن که طیبه شبستری همچون مشکل براش پیش اومده. اما تو تحلیل من دخالتی نداره، اینکه فقط خواستم بررسی که خسروشاهی چی نوشته و چقدر زیرک هم بوده، صلاح نبوده ای رو بنویسه ننوشته از کنارش رد شده. اگر آقای دینانی اسم شبسته طیبه شبستری نمی بردن، من این رو الان بر زبان نمی روندم. آقای دینانی قطعا این رو می دونن، ایشون اطلاعاتشون از من خیلی بیشتر از تو این زمین هست، تو زمانم قوم بوده و می دونه. بعد خسرو شاهی خبر میده که دست داشته به نقد این کتابچه بپرداده، این حول المیزان، حتی شروع کرده یک کتاب دیگرش رو نقد کرده، چون آقای طیبه شبستری کتاب تقیه، امر معرف و نهی از منکر، کتاب های متعدد داره، تفسیر مفاتیح الجنان نوشته و چیزایی دیگه. قصد داشته به نقد این کتابچه بپردازد. وقتی آقای طباطبایی خبر میشود به خسرو شاهی میگوید تو گیومه نقل قول خسرو شاهی از آقای طباطبایی، ادامه امر ضرورتی ندارد، ما یک حرفهایی زده ایم، بعضی ها لب مطلب را متوجه نشدند، این است که به این قبیل امور متوسل شدند. تکفیر، بهتر است موضوع را مسکوت بگذارید. پایان نقل قول آقای طباطبایی به خسرو شاهی، به نقل خسرو شاهی. خسرو شاهی می نویسد ما هم امر استاد را اطاعت کردیم و به نقد حول المیزان نپرداختیم و متاسفانه چندی نگذشت که متألف نام برده در عنفوان جوانی به رحمت خدا پیوست. حالا جوانی هم حدود 40 سالش قاعدتاً بوده، ولی به هر حال لحاظ علمی جوان بود. این مطلب رو سندش بگم، خاطرات مستند سید هادی خسروشاهی درباره علامه سید محمد حسین طباطبایی صفحه 166 تا 168. حالا یه مقدار بیشتری آقا رو بشناسیم، ببینیم کی از دنیا رفته ایشون گفت در و بعد تطبیق بکنیم. این امکان داره این آقا به عنوان خشک‌مغز آمده باشه باعث ممانعت از برگزاری جلسه شده باشه؟ طیبه شبستری در مهر 1350 از دنیا رفته است. من از کجا نقل میکنم؟ 7 سال مونده به انقلاب، دیگه قبل از انقلاب نیست، تو سال 50 احدی احتمالم نمیداد انقلاب پیروز بشه. نهضت وقت انقلاب نبود، نهضت پیروز بشه. بر اساس سندی که خدا تو لطف میکنه دا اینا دادن پیدا میکنه که در کتاب آیت الله طالقانی به روایت اسناد سواه جلد سوم صفحه 138، من عین نام کلیشه سند سواه رو هم خواهم گذاشت که آقای دینانی خودشون ملاحظه بفرمایید، آمده مجلس ختم وی
یعنی ختم سید احمد طیبی شبستری در تاریخ 15 مهر 1350 در مسجد هدایت آقای طالقانی برگزار شد. من این عبارات رو میخوام بخونم تا به آقای دینانی عرض کنم طیبی شبستری انقلابی بود، نه غیر انقلابی، انقلابی بود. چرا؟ حالا ببینیم. دو تا سند ذکر میکنم. کی منبر رفته؟ شیخ جعفر جوادی شجونی منبر رفته. اسم افرادی که توی جلسه ترحیم هم حضور داشتن مخبر ساواک نوشته و شما میفهمید که کی این افراد تو جلسه آدم عادی شرکت میکنن یا توی جلسه آدم انقلابی. مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله صحابی، دکتر محمد جواد باهنر، دکتر عباس شیبانی و خیلی دیگه. حالا اسم رجایی هم هست و اینا که من چون نمیدونستم اون زمان آقای رجایی شهید رجایی زندان بودن یا بیرون بودن اسمشون رو بردم. 7-8 اسم دیگه هم هست. اجمالاً طیبی شبستری نویسنده از طیف انقلابی آن زمان محسوب می شده است. خب این سند اول. بنابراین این که گفته شد ایشون فقط خشک مغز بوده، خیر ایشون انقلابی بودن، حالا هر کاری کرده باشه ایشون انقلابی هم بوده. و عرض کردم اون ستیزش با آقای طباطبایی مسئله چیز دیگری بوده. اون مطلب رو سربستش رو از خسرو شاهی، سربازش هم از دو نفر دیگه که آقای دینانی خودشون متوجه کی هست. حالا یه سند دیگه ذکر میکنم. سید محمد صادق طباطبایی فرزند سید حسین قاضی طباطبایی نقل میکند که به اتفاق سید احمد طیبی شبستری که ایشون رو داماد شیخ مرتضی شبستری معرفی میکنه در دادگاه مرحوم سید محمود طالقانی شرکت کرده است. خب کسی که کلش به قرم سبزی نمیده پا میشه میره تو دادگاه آقای طالقانی شرکت بکنه؟ بابا انقلابی بوده دیگه. و برای آزادی ایشان به سراغ مراجع قم از جمله آقای خمینی رفتند، طیبی شبستری و این آقای محمد صادق طباطبایی با هم دیگه پا شدن رفتن پیش آقای شریعت مداری نوشته، پیش آقای خمینی هم نوشته، آقای دیگه شون رو دیگه آقای خمینی رو نوشته. یعنی پس ارتباطی آقای خوشمغز با آقای خمینی مشخص شد با عنوان مصاحبهش. برای سرچ بکنید ببینید، اینا رو از خودم در نمیارم. عنوان مصاحبه هست گفتگوی صمیمی با یار نزدیک آیت الله طالقانی نما، نمیدونم چی چیه، تاریخ 18 شهریور 1392. خب حالا من سوالم اینه، فردی که 7 سال قبل از انقلاب از دنیا رفته است چگونه میتواند عامل توقف جلسات کربن طباطبایی در سالهای نزدیک انقلاب باشد؟ محال عقلی است دیگه، اصلا هیچ بحث تاریخی و سندی مندی نده، محال عقلی است آقا. مگر اگر روحش زنده شده باشد، اومده باشه در 1-2 سال قبل از انقلابی کارا کرده باشه، دوباره تشریف برده باشه، رفته باشه توی گورش. بدون کمترین تردیدی آنها که جلسات کربن طباطبایی را تعطیل کردند نمیتوانند از قبیل طیبی شبستری باشند. اصولا آنچه هر دو روایت استاد دینانی را با مشکل مواجه میکند این است که دو تا روایت، یعنی روایتی که توی این مصاحبه گفته و روایتی که قبلا در کتاب کریم فیضی نقل کرده، دو تا روایت. آنچه که این است که ایشان به دلیل، یعنی دکتر دینانی به دلیل سکونت در مشهد و قطع ارتباط کامل با قم و تهران هیچ مدخلیتی برای تماس با آقای طباطبایی نداشته. تا دوستان انقلابی یا دوستان خشکمغز منجمد فکر حکمت ستیز با وی یا با سائنی زنجانی تماس بگیرند تا به آقای طباطبایی بگویند که جلسات را تعطیل کنند. باید این عبارت استاد دینانی را جدی گرفت که در انتهای مصاحبه گفته است حالا من دیگر پیرمردم و خیلی چیزها یادم نیست، شما هم شرح این چیزها را از من نخواهید. یعنی به عبارت دیگه این دو اصلا احتمال وقوعیش نیست، احتمال تحقق وقوعیش نیست. بنابراین اصل مسئله حالا چه انقلابی چه منجمد الفکر حتی هر دو زیر سوال میشه. من دنبال این نیستم که هر چی به نتیجه تحقیقم نزدیک تر بود رو به کرسی بنشونم، دنبال این هستم که این مسائل به لحاظ تاریخی احتمال وقوع دارن یا ندارن. این فرمایشی که ایشون فرمودن در هر دو روایتش احتمال وقوع ندارد، مگر اینکه توضیحی بدن که ما رو رفع ابهام بفرمایید، از شاگردش رو رفع ابهام بفرمایید.
ظاهرا ایشان چلا هم به اصطلاح حمل صحتی که من دارم این است، ظاهرا استاد شنیده که برخی دوستان انقلابی عامل توقف این جلسات شده اند و مایل هم نیست اسمشان را بر زبان بیاورد. آن را با دورانی که خودش و سائنی زنجانی در نیمه اول دهه 40 در رکاب آقای طباطبایی به این جلسات میرفته در هم آمیخته است. تو بیان خاطراتی پیش میاد گاهی آدم دو خاطره متفاوت رو در دو زمان مختلف با هم دیگه قاطی میکنه. ولی این دو خاطر با هم در هم رفتن، ممزوج شدن و احتمال صدقش متاسفانه نیست. یا باید از همه اونها دست برداریم بگیم قبل از انقلاب نبوده، چه نبوده، چه نبوده، ولی به دوستانی که انقلابی بودن یا خوشمغز بودن کاری نداشته باشه، یا اینکه آقا مال اون زمان بوده که خب اون زمانم که اینا موفق نشدن. اگر اینها زمانی بوده که این آقا زنده بوده، یعنی طیبی شبستری زنده بوده، یعنی قبل از سال 50 بوده، خب این جلسات تا سال چندین سال بعدش ادامه داشت. حالا سند میارم، بنابراین از هر جا رفتم من هر احتمالی، بالاخره بنده شاگرد آقای دکتر دینانی هستم و دنبال این هستم که تا اونجا که ممکنه عبارات استادم رو حمل بر صحت کنم، یعنی بتونم بگم یک وجه صحیح ازش در بیارم. یه روشی است که در حوزه و در دانشگاه به ما آموخته شده و من قبولش دارم. خب نتونستم، انصافا نتونستم غیر از این حمل بر این عبارت بگم. بچه عبارت دیگه، چون این خاطره از مونتاژ دو خاطره متفاوت، دو زمان متفاوت حاصل شده است، بنابراین نمیشه به هیچ کدامش اعتماد کرد. دکتر دینانی به جای خودش استاد من، اما این خاطره مشکل داره. میره کنم. حالا یک سند دیگه ذکر بکنم از عبارات خود آقای دکتر دینانی، روایت سومه. یعنی ایشون دو روایت حالا فرمودن و روایت سومم پیدا کردم از همون مسئله. استاد دکتر دینانی در گفتگویی با بخش فقه و معارف پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری در تاریخ 23 آبان 1398 به گونه دیگر این قضیه را روایت کرده که مؤید برداشت اخیر من است. عبارت ایشون تو سایت رهبری هست، مراجعه کنید، تو سایت خودشون زدن هست: هانری کوربن از فرانسه به ایران آمد و علامه طباطبایی را کشف کرد. هر کسی هر نظری که دارد، من کاری ندارم. اصلا کاری ندارم کوربن چه کسی بوده، چون بعضی ها میگویند فراماسونر بوده و من کاری ندارم. من چون این قسمت رو ویدئوشم توی سایت رهبری گذاشتم، ویدئوام گوش کردم، تو ویدئوش هست بی خود میگویند، یعنی بی خود میگویند که کوربن فراماسونر بوده، واقعا نبوده. این بی خود میگویند در متن کتبی دفتر رهبری حذف شده. خب ادامش: اما یک هنری که داشت، یعنی کوربن داشت، فیلسوفی در جهان نبود که او ندیده باشد. هایدگر را دیده بود، جیلسون را دیده بود، امیل بریه، این فیلسوف فلاسفه بزرگ عصر را دیده بود و درس خوانده بود. همه اینها را دیده بود در جهان فلسفه. اما خدمت علامه طباطبایی که آمد، همه آنها کنار رفتند. خب چیزای دیگری میگه، بعد میرسه به اینجا. وقتی آقای طباطبایی را دید، یعنی کوربن طباطبایی را دید، متوجه شد که آزادی علامه طباطبایی کجا و هایدگر کجا. اجازه بدید تو پرانتز بگم این حرف کاملا درسته، هر تفسیر دکتر دینانی عین واقعه. هانری کوربن شاگرد مارتین هایدگر بوده، مارتین هایدگر یکی از بزرگترین فلاسفه قرن بیستم. وقتی ایشون سهروردی رو میشناسه، عاشق فلسفه و عرفان اسلامی میشه، شروع میکنه اون رو تصحیح کردن، منتشر کردن و بعد دنبال کسی است که معارف الهی شیعی رو مستقیم بتونه بشنوه، میاد محضر علامه طباطبایی. یه سال و دو سال هم نه، 1338 تا حالا میگیم، حالا پایانش هم به شما همینجا مستند خواهم کن. هر سال حدود 4 تا 5 ماه ایران بوده، ایشون رئیس انستیتوی ایران و فرانسه بوده، از موقعش هم استفاده میکرده، کار فرهنگی صرف میکرده. اون نادانهایی که این خادمان فرهنگ تشیع، فلسفه و عرفان اسلامی رو فراماسونر میدونند، خیانت کردن و خیانت میکنند. خب این کلام بسیار دار صاحب استاد دینانی. بعد میگه که استاد میفرماید جلسات دیدار علامه و کوربن هفته دو شب در تهران تشکیل میشد در منزل آقای ذوالمجد طباطبایی،
که وکیل دادگستری و پولدار بود و علاقه به فلسفه داشت. یه مقدار دیگه هم توضیح میده که به بحث من کار نداره. تنها کسی که همراه ایشان از قم می آمد بنده بودم. چندین سال ادامه داشت و تا کربن زنده بود، همین اوایل انقلاب بعد که کربن فوت شد و همزمان علامه هم فوت شد، این جلسات هم تعطیل شد. پایان نقل قول دکتر دینانی با سایت رهبری. حالا من یک حواشی اینجا نوشتم برای که مشخص بشه که این خاطرات چقدر کم و زیاد میتونه داشته. نوشتم در اینجا دیگر ثانی زنجانی نیست، تنها اوست که در رکاب استاد به تهران میآید. این نکته اول. قبلا گفته بود که ما دوتامون با هم میمیدیم، الان تصریح میکنه تنها کسی که از قم میآمد من بودم. نم تا 45 دو هفته یک بار شده، هفته دو بار، چهار برابر. قطعا هفته دو بار نبوده، دو بار در هفته، گاهی وقتا هم وقتی حال علامه مساعد بوده هفته یک بار بوده. اینو از منابع مختلف نصر شایگان من خوندم. مراد از اوایل انقلابم نه اوایل پیروزی انقلاب، یعنی اوایل شروع انقلاب، تا اوایل انقلاب ادامه پیدا کرد، یعنی تا زمانی که بوی انقلاب به مشام رسید، مثلا 56-57 باید باشه. حالا هانری کوربن در تاریخ 7 ژوئیه 1978 مصادف با 16 تیر 1357 در پاریس از دنیا رفت. رحمت خدا بر اون باد. آقای طباطبایی قائل بود ایشون مستبصر از دنیا رفت، یعنی در اعتقادات شیعه بود. واضح است که وی در سال 1357 به ایران نیامده است، یعنی کوربن در سال 57 بیمارستان بوده دیگه، چند ماه قبلش قطعا به ایران نیامده. فوت کوربن و طباطبایی هم همزمان نبوده است، برخلاف اونجا که استاد فرمودن. آقای طباطبایی دقیقا 3 سال و 4 ماه بعد از کوربن از دنیا رفته است. نکته مهم این که در این روایت، یعنی روایت اخیر در مصاحبهش با دفتر رهبری، تعطیل جلسات به دلیل فوت کوربن و طباطبایی است، نه فشار انقلابی یا منجمد الفکرهای خشک مغز حکمت ستیز. چیز نکته خیلی مهمیه، ببینید توی ویدئوشون، توی متنی که در کتاب بوده، توی مصاحبه اخیرشون، یه جا میفرمان بر اثر فشار دوستان انقلابی بود، یه جا میفرمان، حالا میفرمان توجیه میفرمان بر اساس فشار دوستان خشک مغز بوده، توی اونجا فرمودن نه خواهد، دوتاشون مردن دیگه، وقتی مردن جلسه تموم شد، نه فشاری بوده نه میشاری. بالاخره به نظر دکتر دینانی علت توقف جلسات فلسفی عرفانی کوربن طباطبایی کدام یک از این سمر بوده است؟ فشار دوستان انقلابی 1180، مرگ کوربن و طباطبایی 1198 و فشار دوستان خشکمغز مخالف فلسفه 1400. کل یومن هو فیشن. خب حالا ببینیم، من تحقیق مستقل کردم که این جلسات چی شده، حداقل تا کجا ادامه پیدا کرد. بنوشته دکتر سید حسین نصر، مذاکرات طباطبایی فلسفی طباطبایی کوربن در سال 1977 که میشه 1155 به پایان رسیده است. کجا گفته؟ در مدخل محمد حسین طباطبایی که توسط سید حسین نصر نوشته شده در Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World در جلد 4. خب پس یه مستند پیدا کردیم. این جلسه در سال 55 تموم شده، پس سال 55 انقلاب نبوده، بوی انقلاب هم نبوده. مشام اوایل سال، اواسط سال، با درگذشت دکتر شریعتی سال بعدش 56، اینا دیگه جوانی منه، من خودم اینا رو حضور داشتم، و بعدش هم درگذشت آقا مصطفی خمینی، دو واقعی جرقه بود که بعدش هم خورد به اون مقاله کذایی و بعدم تظاهرات مردم قم در 19 دی 1356 انقلاب شروع شد. این سه تاست، این سه تا واقعه اصلی. خب بنابراین این قضایا اصلا اون زمان نبوده. حالا بنده سوالم این پرسیدم، دلیل توقف این جلسات، آقای نصر به دلیل توقف این جلسات اشاره نکرد. من دنبالشم حالا ببینم
میتونم مطلب رو پیدا کنم یا نه، بالاخره بخشی از تاریخ فرهنگ معاصر کشورمونه. برای من این پرونده همچنان مفتوح است، یعنی من جواب نهایی ندارم، نمیتونم بگم دوستان انقلابی نبودند، نمیتونم بگم دوستان خشک مغز بودند، احتمالاتی هم هست، اما نه اون فردی که 7 سال قبل مرده. منتها هیچ کدوم اینها و اینکه آیا علت صرفاً در گذشت این دو نفر بوده است در دو تاریخ متفاوت، نمیدانم. اگه آقای دینانی میدانند راهنمایی بفرمایید، استفاده خواهیم کرد. خب بحث ششم، بحث ششم ببینم، بله این آخرین بحث امروز من. در بحث قبلی مشخص و عنوانش هست میزان صحت نقل کدیور از دینانی و سیاسی نبودن ایشان. یه بحث خوبیه که بالاخره خوبه که ما بیشتر همدیگه رو بشناسیم. در بحث قبلی مشخص شد که آنچه از استاد دینانی نقل شده عیناً سخنان مکتوب ایشان بوده است. با این همه خبرنگار میپرسد اما شما استاد آقای کدیور بوده اید و ایشان از رساله دکتری خیش با راهنمایی شما دفاع کرده. انتظار طبیعی این است که ایشان در نقل قولهایشان از شما قدری محتاط‌تر و دقیق‌تر باشند. دنبال اینه که بالاخره از آقای دینانی یه چیز علیه من پیدا بکن. حالا پاسخ هوشمندانه آقای دینانی. بله، آقای کدیور شاگرد من بوده، اما او حالا موضع سیاسی دارد، در حالی که من اصلا نه در سیاست هستم و نه دوست دارم که باشم. از اول هم نبودم. در زمان شاه و نه در دوران انقلاب کار من فلسفه است. دوباره خبرنگار میپرسه این سیاست پرهیزی ناشی از ایده های فلسفی شماست؟ پاسخ استاد دینانی: نمیدانم، شاید. البته فلسفه از فکر انسان جدا نیست، ولی شاید اگر من فلسفه هم نمیخوندم همین جور بود. پایان نقل قول. خب حالا من یه مقدار میخوام توضیحات بیشتری اینجا بدم، چون برخی دوستان توهم کردن که من که دارم از علامه اینا رو میگم، از آقای طباطبایی اینا رو نقل میکنم، مثلا در مورد این که ایشون کار سیاسی مطلقا نمی کرده با ایشون هم نظر هستم، و بعد به من گفتن که یکی از دوستان بسی که برای من مورد احترام هم مثلا احتمالا الان شنونده ما هستن، گفتن که این چی هست، تو چی رو داری مثلا دفاع از چی میکنی و خودت چی میگی؟ یا وقتی من مثلا اومدم در مورد مرحوم آذری قمی این مطالب رو گفتم، اینا فکر میکنن من در همه امور با آقای آذری قمی هم فکرم. حالا میخوام یک کمی صریح‌تر و دقیق‌تر با شنوندگانم صحبت کنم، اطلاعاتی هم در مورد خودم بدم. من در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه قم، آن زمان مرکز تربیت مدرس قم در دارالشفا، و دوره دکتری فلسفه و کلام اسلامی با گرایش حکمت متعالیه در دانشگاه تربیت مدرس، هر دو مقطع دانشجوی استاد دکتر دینانی بودم. ایشان استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد من تحت عنوان وجود و ماهیت زمان در فلسفه اسلامی، تاریخ دفاع شهریور 1372، و استاد راهنمای رساله دکتری من با عنوان تحلیل انتقادی آراء ابتکاری آقا علی مدرس تهرانی در حکمت متعالیه، تاریخ دفاع 31 شهریور 1378 بوده است. سر کلاس های ایشان مثل بقیه کلاس ها هم من اهل سوال و بحث بودم، دانشجوی ساکتی نبودم، لذا استادا میشناختن. از نخستین درسی که با ایشان داشتم با استاد رابطه ارتباط دوستی پیدا کردم، یعنی من میتونم بگم که بیش از در اعداد با همه استادام دوست شدم توی این مقاطع، با ایشون هم یکیش بوده و این افتخار دوستی رو داشتم. در میان اساتید فلسفه دانشگاهی ایشان در زمره باسوادترینشان بود و من از دهه 60 با آثار ایشان آشنا بودم. حتی این حرفام که زده شده باعث نشده که نگاه مبدت‌آمیز من به استادم خدشه بردارد. اولین همکاری خارج از درس رسمی با ایشان در سمیناری در اصفهان بود. آقای دینانی اصفهانی هستن و با عنوان اتفاقا این سمینار مربوط به آقای طباطبایی بود و این رو من به فال نیک میگیرم، با عنوان سمینار بررسی افکار علامه طباطبایی در دانشگاه اصفهان در آبان 1372. من در آن زمان دانشجوی ترم اول سال اول دکتری بودم و دکتر دینانی هم در آنجا قبل از من سخنرانی کرد. من یادم اون زمان خجالت میکشیدم در حضور استادم برم پشت تریبون. بعد از ایشان من با عنوان مبانی آزادی سیاسی در اسلام سخنرانی کردم که ماه بعد در روزنامه سلام متن کاملش منتشر شد، 1 و 7 آذر 1372.
بخش اصلی این سخنرانی با عنوان مبانی آزادی‌های سیاسی در قرآن کریم، گزارشی منضبط از آراء آقای طباطبایی در تفسیر المیزان بود. این اولین کار منضبط من از تفسیر المیزان است. متن این سخنرانی در کتاب دغدغه‌های حکومت دینی با صفحش هم نوشتم، حالا تو متن کتبیش خواهد بود، در سال 1379 منتشر شده است. بعد از آن هم مکررن در کنفرانس ها و سمینارها همراه با استاد شرکت میکردم، خصوصا در دهه 80 و در مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران یا همان انجمن حکمت که بنیانگذارش دکتر نصر بود است. در دو سال آخر اقامتم در ایران من فارابی تدریس میکردم، فلسفه فارابی. ایشان هم ظاهرا در همان روزها ماجرای فکر فلسفی در اسلام تدریس میکرد و در مجموعه کلاس‌های عمومی انجمن هر دو کلاس با استقبال دانشجویان مواجه شده بود. در میان اساتید فلسفه دو نفر مایل بودند که استاد راهنمای رساله دکتری من باشند. یکی از دنیا رفته است، رحمت خدا بر او، دیگری هنوز در قید حیات است. حتی صحبت‌های مقدماتی و موضوع هم پیشنهاد شد. حتی من موضوع هم عیناً تو ذهنم هست که چی گفتن و خیلی هم مایل بودن که من رساله رو با اونها بگیرم. اما من علاقه من به آراء ابتکاری حکیم مؤسس آقا علی مدرس، فرزند آقا عبدالله مدرس زنوزی شده بودم. دکتر دینانی دو کتاب درباره آراء این فیلسوف بزرگ مکتب فلسفی تهران منتشر کرده بود. وجود رابط مستقل در فلسفه اسلامی که بخش اعظم آن در تشریح نظر ابتکاری آقا علی در این زمینه بود. از آن مهمتر کتاب دیدگاه حکیم مدرس زنوزی، معاد از دیدگاه حکیم مدرس زنوزی، یک جلد کتاب فقط، اونم بحث معاد، مهمی که از دشوارترین مباحث فلسفی که آیا اصطلاح اثبات اون به لحاظ فلسفی ممکن است یا ممکن نیست. خب آقا علی یه راه حل جدیدتر از استاد به اصطلاح مقتداش ملا صدرا دارد و آقای دینانی اونجایی رو تشریح کردن. اما آقا علی آراء ابتکار دیگری هم داشت. آثارش هم غالبا تصحیح انتقادی و منتشر نشده بود. من استخراج آراء ابتکاری این فیلسوف را موضوع رساله دکتری خود قرار دادم. چه کسی بهتر از دکتر دینانی برای راهنمایی این رساله؟ ایشان هم با روی گشاده پذیرفت. قبل از دفاع هم من سه جلد مجموع مصنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس تهرانی را منتشر کردم. اما من حالا برای این قصه که فرمودن او الان سیاسی است، میخوام یک حاشیه در کلام منقول از استادم بدم. من در اسفند 1377 به زندان افتادم. مدارک جرم عبارت بودند یک سخنرانی ممنوعیت شرعی ترور در اسلام، ببینید چه مدرک جرم قشنگی است، در جریان قتل‌های زنجیری، سخنرانی در مسجد جامع حسین آباد اصفهان به دعوت مرحوم آقا سید جلال الدین طاهری اصفهانی رحمت الله علیه، امام جمعه فقید اصفهان، اونم در چه شبی؟ در شب 23 ماه مبارک رمضان. و دیگری مصاحبه ارزیابی کارنامه 20 ساله جمهوری اسلامی به مناسبت 20مین سالگرد پیروزی انقلاب با روزنامه خرداد متعلق به آقای عبدالله نوری که سه قسمتش منتشر شد و قسمت چهارم به تیر غیب دوچار شد. بنده افتادم زندان. من تحریر نهایی رساله‌ام را در زندان اوین نوشتم. برای پیش دفاع استاد مشاورم مرحوم دکتر احمد احمدی به دفتر غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس دادگاه ویژه روحانیت آمد که جزئیات آن را در زمان درگذشت آقای دکتر مرحوم دکتر احمدی نوشتم. 19 خرداد 1398 میتونید برسید به وبسایتم مراجعه کنید. الان چون وقت نیست این جزئیات نمیگم. برای برگزاری مراسم دفاع دکتری برای نخستین بار از مرخصی استفاده کردم. زندانی به مرخصی میاد تا از رساله دکتریش دفاع کنه. هیئت داوران عبارت بودند از آقایان دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی استاد راهنما، آقایان دکتر غلامرضا اعوانی و دکتر احمد احمدی، مرحوم دکتر احمدی، اساتید مشاور، و آقایان آیت الله سید حسن سادت مصطفوی، ایشون الان در بستر بیماری هستند، یکی از بهترین اساتید من در دانشگاه تربیت مدرس بودن، خدا رحمت به خدا ایشون رو شفا عنایت کند، دکتر سید مصطفی محقق داماد، دکتر کریم مجتهدی و دکتر نجف قلی حبیبی، اینا هم اساتید داور بودن، 7 نفر. از این 7 استاد 6 نفرشان در جلسه دفاع حاضر شدند. یکی از آنها هم کتباً نظر و نمره خود را برای نماینده تحصیلات تکمیلی ارسال کرده بود.
استاد محترم راهنما دکتر دینانی در جلسه دفاع سخن گفت. رساله با درجه عالی تصویب شد. من بعد از دفاع به زندان برگشتم. اما تا یک سال باقی مانده حبس مرحمتی را تحمل کنم. قبل از آن به عنوان تشکر به منزل استادم دکتر دینانی رفتم و ایشان دانشجویش را مورد تفقد قرار داد. بنابراین من تازه سیاسی نشدم. من سیاسی بودم. دکتر دینانی با اطلاع کامل از سیاسی بودن استاد دانشجویش راهنمایش شد. استاد راهنمایش شد و در جلسه دفاعی این دانشجوی سیاسی شرکت کرد. اما اجازه بدهید اینجا 4 معنا برای سیاسی بودن رو نقل کنم، تحلیل کنم. سیاسی بودن به چه معنا؟ به این معنا که به موازین اسلامی از قبیل امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمیت و نصیحت به ائمه مسلمین عمل می شود. اگر معنای سیاسی بودن این است، آری من همانند استادم که فردا روز 12 سالگرد درگذشت ایشان است، استاد حسین علی منتظری نجف آبادی نور الله مرقده، به این معنا سیاسی بودم و هستم و فکر می کنم سیاسی بودن به این معنا وظیفه اسلامی است. قبل و بعد از انقلاب هم به دلیل همین انجام وظایف دینی زندانی شدم. قبل از انقلاب بازداشت در زندان عادل‌آباد شیراز و 20 سال بعد در زندان اوین. دقیقا به یاد دارم روز 8 اسفند 1377 وقت ثبت مشخصاتم در زندان اوین، مأمور زندانبان با نگاهی به سوابق من در کامپیوترش با تبختر گفت سابقه دار هم که هستی. بلا فاصله پاسخ دادم اگر این سابقه نبود تو امروز پشت این میز ننشسته بودی. دیگر صدایش در نیامد. اما سیاسی بودن معنای دومی هم دارد و آن این که موضوع بخشی از تحقیقات من اندیشه و عمل کرده سیاسی فقه و عالمان شیعه در فقها و عالمان شیعه در نیم قرن اخیر بوده است و هست. من جمهوری اسلامی را بهترین آزمایشگاه نظری ولایت فقیه و اجرای شریعت به مساوی قانون می دانم. سیاسی به این معنا موضوع تحقیق من است. البته جناب استاد دینانی به هر دو معنا قبل و بعد از انقلاب سیاسی نبوده و نیستند. درست می فرمایم. آقای طباطبایی هم به معنای دوم سیاسی نبوده است. درباره مباحث سیاسی اسلام هیچی ننوشته. اما به معنای نخست به شکل رقیق و نه غلیظ و کامل سیاسی بوده است. به شکل رقیق. امضای همان چند اعلامیه معدود قبل از انقلاب که درس پیش گفتم و توی متن کتبی دقیق تر مستنداتش هم آوردم و ابراز همین عبارت حکیمانه 2 ماه قبل از رحلت ولو در محفل اهل تعویل نشان از اجمالا سیاسی بودن ایشان میدهد. اگه کسی بیاد بگه که اولین شهید این انقلاب اسلام بود و چقدر هم مظلومانه شهید شد، این خیلی عبارت سیاسی است به معنای اول. یعنی ایشون شعور سیاسی داشته. اما سیاسی معنای سومی هم دارد و آن که سیاست وجه نظر و مقصود اصلی فرد باشد و سیاست را بر فرهنگ مقدم بدارد و سیاست مدار و فعال سیاسی باشد. من اقرار میکنم هرگز به این معنا سیاسی نبودم و انشالله نخواهم بود. اما آقای خمینی به این معنا سیاسی بودند. آقای طباطبایی و البته استاد دینانی هم به این معنا سیاسی نبودند. یعنی سیاست وجه نظر اصلیشون نبود. منم این حرفا رو که دارم میزنم بحث تحقیقم دنبال میکنم. دنبال نیستم که به جای مقام سیاسی برسم. چیزی نیست جز به قول یکی گفت از کباب سیاست کبابش به شما رسید از سیخش به ما. مسئله فقط همین است. سیاسی بودن معنای چهارمی هم دارد و آن سیاسی کاری و حقیقت را مطابق منافع روزمره سیاسی تفسیر کردن و یا زیر پا گذاشتن. کسی که مصلحت نظام را اوجب واجبات می داند و برای حفظ نظام حاضر است موازین اخلاقی و احکام شرع را به بهانه تمسک به حکم ثانوی زیر پا بگذارد و به بهانه توریه و تقیه و مصلحت نظام به مردم دروغ تحویل دهد، به این معنای چهارم سیاسی است. نه آقای طباطبایی، نه دکتر دینانی و نه این جانب به این معنا سیاسی نیستیم. من با تحصیل از پدرم منوچهر کدیور
که پیرو زنده یا دکتر محمد مصدق بود و با تربیت دینی او از زمانی که دست راست و چپم را تشخیص دادم به معنای اول سیاسی بودم و از اواخر دهه 60 که تحقیقاتم را درباره ولایت فقیه آغاز کردم به معنای دوم هم سیاسی بوده و هستم، اما به معنای سوم و چهارم هرگز سیاسی نبودم. این که آقای طباطبایی به معنای اول به طور کامل سیاسی نبوده است به ایشان تحسین نکردم. این که استاد دینانی به معنای اول سیاسی نبوده و نیست، ضمن احترام با هم اختلاف نظر داریم، شاگرد و استاد با هم اختلاف نظر داریم. کلام آخر. اما علارغم این که خبرنگار نهایت کوشش خود را کرد که کلمه از استاد علیه دانشجویش پیدا کند، ایشان تقوا به خرج داد و خبرنگار را ناکام گذاشت و حاضر نشد تایید کند که شاگرد در نقل قول از استادش احتیاط و دقت را رعایت نکرده است و به بهانه غیر سیاسی بودن از پاسخ مستقیم و اکثر پرسش ها تفره رفت. اهل نظر می فهمند که دکتر دینانی با چه ظرافتی نخواسته آنچه را که می داند به خبرنگار در میان بگذارد، چون زمانه زمانه مناسبی برای ایشون برای این مسائل نیست. به هر حال ایشون سنشون بالاست و احترامشون هم بر من واجب. آنچه ذره از احترام من نسبت به استادم دکتر غلام حسین ابراهیم دینانی کم نشده است، من متوجه محظورات ایشون هستم و برای سلامتی و طول عمر ایشان و بقیه اساتیدم از جمله آقای حسن سعادت مصطفی دعا میکنم. خیلی ممنون که شما در این بحث طولانی با من همراه بودید و عرایزم رو شنیدید. حالا بخش دوم رو به پاسخ به پرسش شما خواهم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، خب این سوالاتی که رسیده به من، لطف می‌فرمایید دوستان عزیز سوالا رو همه به من در یک جا تجمیع کردن که من بتونم به سوال شما پاسخ بدم. ممنونم بشم که سوالات مرتبط با موضوع بحث رو مطرح بکنید که قاعدتا بهتر است. در سوال اول به انگلیسی از من پرسیدند که آیا شما میتونید در مورد حالات آیه طباطبایی و رابطش با خدا سخن بگید؟ بله، من مطالب فراوانی در این زمینه از خانوادش، از شاگرداش شنیدم. به خصوص عرض کردم که من شاگرد شاگردان آیه طباطبایی بودم، یعنی اساتیدم در صدرش مرحوم آقای منتظری، در معقول آقای جوادی آملی و دیگران مرحوم آقای انصاری شیرازی، اینها همه شاگردای آقای طباطبایی بودن و لای درس لابلای درس فراوان خاطر را نقل کردن و من بسیار از اینا رو به خاطر دارم، ولی که الان وقت مناسبی نیست که من بخوام اونها رو ذکر بکنم. من واقعا چیزی که از اساتیدم شنیدم، آقای طباطبایی مصداق بارز عالم ربانی بود، یعنی از اونها که ما تو روایات میخونیم که وقتی نگاهشون میکنیم به یاد خدا میافتیم. من نوشتم که توی این چهار مطلبی که قبلا منتشر کردم در مورد آیه طباطبایی، 15 خرداد 1360 من از شیراز به قم رفتم برای تحصیل ادامه تحصیل حوزوی. خب آقای طباطبایی 24 آبان اون سال از دنیا رفت. من نوشتم مثل یتیم که در مرگ پدر معنوی خودش میگرید، در تشییع جنازه آقای طباطبایی شرکت کردم. واقعا میگریستم. آقای طباطبایی به گردن همه ما از جمله من حق فراوان دارد و غیر از مطالبی که در المیزان یا بقیه کتاباش نوشته،
حالات معنویش به اصطلاح مدارج معنوی که طی کرده به نقل از اساتیدم برای من بسیار ارزنده بوده. در کتاب مهر تابان آقای حسینی تهرانی میتونید شما برخی از این حالات رو مطالعه بکنید. برخی سخنرانی ها و مقالاتی هم که آقای جوادی آملی نوشتن در این زمینه توضیحاتی دادن. حالا فرصتی بود در زمان مناسب من هم اشارات خواهم کرد. ولی ممنون که این تذکر رو دادید. همه ما به اون تحسیب هایی که ایشون کرده بود کاملا نیاز داریم. توی این صحبتی که فرزندش آقای عبدالباقی طباطبایی میکرد، من خیلی اون رو نزدیکی به پدرش یافتم. دلم میخواد بقیه صحبتاش پیدا کنم. مال فقط 10-12 دقیقه بود، مال زمانی که پدرش تبریز بوده. اگر بقیهش پیدا بشه چه بسا بتونیم از نزدیک، یعنی مستقیم ترین رابط در این زمینه بشنویم. حالا انشاءالله فرصت های آینده چشم بگیر خواهم برد. سال دوم پرسیدن وقتی که دکتر حسین نصر و علامه طباطبایی مراوده فراوان داشتن و در مطرح کردن علامه هم تلاش زیاد نمودن، آیا در تحقیقاتان در این روزگار این مسائل اصلا چه اهمیتی دارن؟ خیلی سوال خوبیه. ببینید، این دوستان فکر میکنن که هر صحبتی که من میکنم یا ما میکنیم باید حتما ربطی به مسائل روز داشته باشه. یه میان کامنت میذاره آقا این کدوم مشکل اقتصادی ملت ایران رو حل کرد؟ آقا من اقتصاددان نیستم، هیچ ادعایی هم ندارم که بتونم این کارا رو حل بکنم. قرارم نیست که همه کارا رو بکنن. این مسائل غیر مستقیم با حل مشکلات فرهنگی مردم ارتباط داره. میدونید چطور؟ اینطوری. این که ما بدونیم که بالاخره رهبر جمهوری اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی چه حالاتی داشته، با منتقدان خودش، با رقبای خودش چطور تا می کرده، اون وقت میتونیم ریشه خیلی از مسائل امروز پیدا کنیم. من که پیدا میکنم. آخه خیلی حرف مهمیه. شما ببینید از پسرش نقل میکنه، حالا یادم اومد رو میخواستم بنویسم فرصت نشد، عبدالباقی از باباش نقل میکنه، میگه توضیح میده، میگه وقتی پدرم آقای طباطبایی نزدیک 10 سال روی زمین کار میکرده برای که زندگیش نمیچرخیده، همون ملک با اجدادی که داشته باغ بوده و این خراب شده بوده، آمده با فکر مهندسی ریاضی خودش اینا رو توضیح میده پسرش. بعد میگه که این رعایایی که روی زمینا کار میکردن و از آقای طباطبایی قرض میگرفتن، گاهی چند سال طول میکشید که اینا نمیتونستن قرض خودشون ادا بکنن. به سال چهارم که میرسید آقای طباطبایی قبضا رو پاره میکرد، یعنی میبخشید بهشون. اینا حالات مرد عالم ربانی است. اون وقت یه آقای با این خدمات، با این خدمات به جهان اسلام و تشیع، مستأجر تو باشه توی بر زمستون، از خونه بیرونش بکنی به خاطری که دستش تنگه نتونست 3 ماه اجاره رو بپردازه به بهانه که استاد دانشگاه شده، این کدوم خصلت رو تو شما میرسونه؟ خیلی متاسفم کسانی که متوجه نیستن دلالت حرفای من به کجا میرسه. به ظاهر بینه که فکر میکنن صرفا اینجا بیام شروع کنیم اونا رو چنار بین اون فحش دادن. من کارا بلد نیستم و هرگزم نخواهم کرد. اگر میخواد بیاد پای صحبت من، همه حرفم از همین سنخ است. یعنی تحلیل دینی، تحلیل تاریخی ناظر به مباحث دینی، من دنبال اندیشه، فهم اندیشه سیاسی تشیع. کارام هم بخشش در همین زمین است، غیر از این که مباحثی که متوجه فلسفه و کلام اسلامی میشه. وقتی بعد تو بحث چالش اسلام و قدرت وارد شدم، اون بحث دیگری بود، حالا وارد یه بحث دیگری شدم. همه اینا هم دلالتی دارد به بحث امروز ما. کسی نمیپسندد اون مسئله دیگری، کسی متوجه این لوازم نمیشه، مشکل از خودشه. بله، اینا ارتباط دارد. بله، خیلی دوست داریم اسم مخالفان جلسه علامه را بدانیم. من هرچی میدونستم برای شما گفتم. منتها مستند خیلی تحقیق کردم که
چه کسانی میتونن باشن. این انقلابیونش آقای دینانی میداند، آقای دینانی مایل باشد میتوند بیان کند، اون بوده، اون زمان بوده، من نمیدانم. دکتر ابراهیمی دینانی، استاد دکتر دینانی میدانند. ذکر کردن که حالا جای ذکر اسمشان نیست. اما یکی از کسانی که جزء فلسفه ستیزان بوده است، مرحوم سید مرتضی جزایری است در اون زمان. ایشون حالاتی دارد، زندگی پرفراز و نشیبی دارد، با آقای مطهری در انتهای دهه آخر زندگی آقای مطهری به هر حال چالش های فکری داشتن. یکی از افرادی هم که اون زمان با آقای مطهری به لحاظ تفکر فلسفیش مشکل داشته، مرحوم شریعت مداری است. نه اون، نه آیت الله شریعت مداری، اسم کوچیکش الان تو ذهنم نیست، همونی که پاسخهای استاد مسئله حجاب نوشته اوست و مقرر شرح منظومه عربی، شرح عربی منظومه مرحوم مطهری هم ایشان هستند. حالا من مقاله دارم، در فرصت بکنم در موردش خواهم نوشت. اما اینکه اینها همچو زوری داشته باشن که بیان جلسات فلسفی کربن طباطبایی رو تعطیل کنن، محال من احتمال نمیدم. اینا همچو زوری نداشتن. اگر این جلسات، ببینید سه احتمال بود با سه روایت خود آقای دینان، اگر این جلسات طبیعی تعطیل شده است، یعنی چون کربن از دنیا رفته دیگه تعطیل شده است که دیگه اصلا نوبت به مباحث نمیرسه، اگر کسانی رو تعطیل کرده باشن، اینکه خشک مغزان و فلسفه ستیزان باشن، اینا بدشون نمیاد تعطیل بکنن، اما همچو قدرتی نداشتن، حداقل تو تهران نداشتن. حالا تو قم فشار میوردن، زورشون هم گاهی میچربیده، اما تو تهران همچو قدرتی نداشتن. اگر منظور سیاسیون بودن، من بی اطلاعم واقعا. آقای دینانی اگر اطلاع دارن ما رو راهنمایی میفرمایید. بله، پرسیدند که چرا علامه به صورت قاطع مخالفت خود را با ولایت فقیه مطرح نکرد؟ منظورتون که اعلامیه بده؟ ایشون اهل اعلامیه دادن نبودن، تو کتاباش نوشته. ایشون هم در یک مقطعی از چیزی به نام حکومت اسلامی دفاع کرده در اون اوایل، مثل مقاله زعامت و سیاست در اسلام و در بحث احکامی که در اونجا بیاد جاری بشود. اما توی تفسیر المیزان که میرسه، ذیل آیه آیات اولی الامر، دو تا آیه است که اولی الامر توش هست، یکیش 59 یکیش 83، آیه دومی 83 سوره نساء، اونجا به تفسیر نظرش خودشو گفته و من نقل قولش عیناً آورد، ترجمهش آوردم. اگر کسی میگه علامه آقای طباطبایی با ولایت فقیه موافق بوده، باید بگه که پس اینجا اشتباه فرمودن. از یه سری متشابهات ببینید، کار مونتاژی رو باید بذاریم کنار. متفکرین حالات مختلف میتونن داشته باشن، تحول فکری میتونن پیدا بکنن، اما نظر نهایی آقای طباطبایی همونه که تو ذیل 83 نساء سوره آل در تفسیر المیزان نوشته. و این عبارت چیز هم، عبارت صابان دماوند هم که اولین شهید این انقلاب اسلام، اولین شهید انقلاب که چقدر مظلومانه هم شهید شد اسلام بود، این کاملا همراستاست با نفی ولایت فقیه. دیگه منده نمیدونم از صریح در چی جوری باید بنویسه. من آیه طباطبایی کمتر تو فقه نوشته، تو اصول حاشیه کفایه دارد، اما تو فقه چیزی ننوشته. تفسیر دارد، فلسفه دارد، اصول فقه دارد، اکثرش تفسیر هست و توی کلام اسلامی و فلسفه اسلامی. بنابراین بحث فقهی ولایت فقیه جزء کار ایشون نبوده که بخواد چیزی بنویسه، اما اون چه که لازم بوده نوشته، من هم تو اینجا آوردم. خب الحمدلله. اینم یک سوال. سوال بعدی: با احترامی که برای علامه قائلم و بسیار دوستش داشتم، آیا آلزایمر علامه در اواخر عمرش در این گفتار که اولین شهید انقلاب اسلام بود تأثیر نداشته؟ خب شد اینو پرسیدید. ببینید، ایده برای نفی این عبارت مشهور، عبارت حکیمانه، میگن که ایشون در انتهای عمرش به فراموشی مبتلا شده بوده.
آقای ابراهیم امینی که از شاگردان خاص آقای طباطبایی بوده و تا لحظات آخر هم سر به اصطلاح در بیمارستان بوده و نوشته و دوست من بود و من به کلامشون هم اعتماد دارم، وقتی نوشته این مرد بزرگ در اواخر عمرش به فراموشی دچار شد و حتی اسم دوستانش و شاگردانش نمی‌شناخت. خب من این رو نقل کردم با شماره صفحه. بعد خود ایشون تو 4-5 صفحه بعدش هر بار گفته من فلان وقت سال 60 سال 60 رفتم منو شناخت. بعد فلان مسئله علمی رو ازش سوال کردم، اصلا مسئلهش هم نوشتم، در مورد شهادت ازشون سوال کردم، جوابی چنان عالمانه داد که همه حاضرین در مجلس مبهوت شده. ببینید اگر آلزایمر هم گرفته بودن که بعید نیست، این مال روزهای آخره، نه مال ماهای آخر. و الا آقای امینی هم قبل میگه در اون سال من بخواستم به حج مشرف بشم، تو کتاب خاطراتش نوشته، خاطراتم شفاهی نیست، با قلم خودش نوشته، یعنی برخلاف خاطرات بقیه آقایون که یک کسی دیگه رفته نوار پر کرده و نوشته که خیلی دقیق نیست، این چون با قلم خودش هست بسیار دقیق است. من شخصا آقای امینی رو میشناختم، ایشون هم خیلی به من محبت داشت، نوشتم توی بسا زمانی که در گذره ایشون از دنیا رفتن من در رسایشون چیزی نوشتم، آدم بسیار منصف و صادقی بود. اونجا میگه من برای خداحافظی خانه خدا رفتم خدمت استادم. خب میشناخته. بعد رفته تو عرفات خواب دیده علامه از دنیا رفته، با سراسیمه بلند میشه، بعد بر میگرده میشنوه تو کتاب خاطراتش میشنوه زنده هستن، میره خدمت ایشون خوابشو تعریف میکنه و بعد آقای طباطبایی‌شون چه خواب خوبی، نگاش میکنه میگه چه خواب خوبی. خب اینا که نمیشه از آلزایمری شنی، این خاطراتی است که دیگه دقیقاً میگه چه روزی چه زمانی رفتم و بعدم میگه که مثلا خانم منصوره روزبه میخواست، احتیاج داشت، این تمام وقت در رکاب شوهرش توی بیمارستان بود و اونجا کسی نبود که مواظب آقای طباطبایی باشه و این خانم احتیاج داشت بره تطهیر بکنه، 2-3 ساعت نماز بخونه، نوشته همه اینا رو. میگه به من گفت مواظب علامه باش که من برم، من مواظب 3 ساعت بودم. بعد آقای امینی میگه من به فکر فرو رفتم، تأسف خوردم، همچو آدمی داره از دنیا میره، هیچ که بالای سرش نیست، زنش هست و یه شاگردش من، پس جمهوری اسلامی کجاست؟ اینا رو بردارید بخونید اونجا. لذا من نمیتونم با این مدارک بپذیرم که ایشون در اون 2 ماه قبلش به همچو بیماری دچار شده. سندم هم گفته ابراهیم امینیست که خودش تو اون زمان رفته، هم نوشته هم همه رو میگه. خب وقتی تعلیل میاره که من علامه منو شناخت، من چی رو میتونم بگم نمیشناخت؟ بعدم به ازش میگه خواهش کردم که بریم با هم دیگه، ایشون فرمودن بریم توی باغ، راه بریم تو اون باغ صابان دماوند، میگه کفششون پاش کرده بودن و خبر دادن که ایشون منتظر شما هستن، راحت رفتن با هم دیگه راه رفتن. آدم آلزایمری کارا نمیتونه بکنه. من توی زمان سالهای آخر زندگی مرحوم دکتر مهدی حائر یزدی ماهی 1-2 بار خونهشون نزدیک من بود، میرفتم خدمت ایشون، استفاده میکردم، گفتگو میکردم با ایشون. ایشون هم با آلزایمر مبتلا بود، اما اون دستاش لرزه داشت، نمیتونست صحبت بکنه، اما شدت و ضعف داشت. سپرده بودم به هر زمان که ایشون حالشون مساعده و مایل هستن به من خانوادشون یه تذکری بدن، من برسم خدمتشون. همینطور بود، یعنی زمانی که میرفتم میتونست صحبت بکنه، یادش بود، خیلی خوبم یادش بود. بنابراین فکر نکنید که چون فرد آلزایمر دارد آلزایمر مطلق است و همه چیز رو یادش میرود. من مثال زدم و از مورد آقای امینی هم ذکر کردم. بنابراین این نمیتونه مانع وقوع اون قضیه باشه. بله، پرسیدن که آیا آقای طباطبایی علامه طباطبایی قائل به نظریه علمای ابرار بودند یا بر نظر شیعیان متأخر بودند؟ خیر، آقای طباطبایی به شدت با این تفکر سنتی داشتن در این زمینه. من اگر لطف بفرمایید متن کتبی مقاله قبلی من رو در مورد آقای طباطبایی انقلاب و نظام مطالعه بکنید، ایشون
زمانی که شهید جاوید بار اول منتشر شده نقدی بدون اسم، نه اسم خودشون بوده، یعنی مشخص نکردن که چی رو دارن نقد میفرمان، اما نقد شهید جاوید من در مورد علم امام، رساله درباره علم امام نوشتن، کاملا روی کردشون سنتی هست. بعد آقای صالحی نجف آبادی، شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی به ایشون پاسخ دادن، پاسخشون در کتاب نقد نقدها منتشر شده، یا عصای موسی یا نقد نقدها منتشر شده. و آقای طباطبایی، اتفاقا با آقای دکتر مدرسی هم صحبت میکردم، ایشون هم با صراحت همین رو میگفت، میگفت آقای طباطبایی کاملا توی این مطلب سنتی فکر میکردن، یعنی هم با نظر آقای دکتر مدرسی، هم با نظر آقای مرحوم آقای صالح نجف آبادی، هم با نظر بنده مخالف بودن. و این نکته جالبه، فکر نکنید وقتی من میام کسی رو مطرح میکنم با در تمام ابعاد مثل او باشم. در یک موردی من شبیه بودم، به علاوه خدماتش رو در نظر میگیرم، حالا بواردی هم اختلاف نظر دارم. خیر، خیلی واضح و مشخص ایشون قائل به نظری علمای ابرار نبودند. آیا از خاطرات دکتر کربن در این رابطه نوشته ای پیدا نکرده اید؟ چرا دنبال کردم؟ دو تا مقاله ذکر میکنم، چون این هفته من همه گذشت روی این که مستنداتی در این زمینه ذکر بکنم. یک مقاله حامد الگار نوشته در مورد علامه طباطبایی به انگلیسی، حالا لازم شد مشخصاتش هم میگذارم، این چند سطر هم ازش نقل میکنم، منتها خیلی دست اول نیست چون الگار با ارتباط مستقیم با طباطبایی نداشته، اما مقاله بسیار خوبیه، من تو کلاس هم ازش استفاده خواهم کرد. یعنی مقاله است که میتونه جامعه و مانع آدم میتونه بگه علامه چجوری بودن و اینا، به خصوص برای شنونده غیر ایرانی، به خصوص دوستانی که حالا دیدم به انگلیسی برام نوشتن، به انگلیسی میخونن، این مقاله یکی از بهترین مقالات است. بهترین کتاب هایی که تو این مقاله نوشته شده، که شأن نزولش چی بود، اینه نوشته شده که آیا آقای طباطبایی از کربن در این دو جلد کتابشون در تشیع خیلی اسم بردن. دو تا کتاب که میدونید اونجا مشخصاتش رو بردم که حاصل مذاکراتشون در دو سال اول، یعنی 38 و 39. متاسفانه 17 سال بعد این مباحثات ضبط نشده، یادداشتم نشده، یا اگر یادداشت تا حالا منتشر نشده است. خیلی مباحثات خوبیه. برخی اینا دو نفر هستن که از لابلا ها رو بگم، اونم بعد یارب بریم سراغ دو نفر. آقای الگار نوشته است که در برخی نوشته های کربن اشاراتی به جلساتش با طباطبایی در قم داشته است، اما زیاد نیست. اینو پیدا میکنم، اینو عیناً میارم که برای کسانی که میخوان دنبال بکنن بتونه سرنخی باشه. اون دو نفری که در مورد این مباحث جلسات نوشتن خودشون هم بودن، یکیش دکتر سید حسین نصر است، یکیش دکتر داریوش شایگان است، زیر آسمان های جهان، و اون یکی هم در جستجوی امر قدسی. در جستجوی امر قدسی به انگلیسی است، هر دو مصاحبه رامین جهان بگلو با دو بردوگوار است، با نصر و شایگان، اولش به انگلیسی است، دومیش به فرانسه است. من متن انگلیسیش رو سعی کردم نگاه کنم که فقط فارسیش حقیقتش در دست نداشتم، اما انگلیسیش بود که چیزی برای جلسه‌مون پیدا میکنم، نشد، چیزی توش پیدا نکردم. در دومی زیر آسمان‌های جهان که دکتر شایگانه، اون هم نگاه کردم، اون چون از فرانسه به فارسی ترجمه شده، من فرانسه نمیخونم، تو اونش رو نگاه کردم، چیزی مرتبط نبود، ولی واقعا نکاتی که شایگان از آقای طباطبایی نقل کرده بود اعجاب من رو برانگیخت. شایگان در به اصطلاح فلسفه و عرفان هند مسلط بوده، اوپانیشاد رو برای آقای طباطبایی نقل میکرده و حتی آقای طباطبایی ازش خواستند که اینا رو ترجمه کنه، بعد میگه من ترجمه کردم و ترجمه از دست رفت به نصر، اونم همینطوری حیف. بعد نقل میکنه که وقتی من اوپانیشاد رو براش برای آقای طباطبایی میخوندم، میگفت این همون معارف اسلامی ماست. حالا ببینید، بعد میگفت من این قطعه از اوپانیشاد رو میخوندم، بعد این فلان قطعه رو از دعای مثلا چه میدونم دعای دیگه از دعاها، حالا دعا رو ذهنم نیست، میگفت یا از عبارت از نهج البلاغه میگفت یا آیه از قرآن میخوند و نت کار تطبیقی حسابی میکرد. یعنی این جلسات فقط به بحث همین مباحث نگذشته،
بلکه یه فلسفه تطبیقی بسیار سنگینی بوده که اصلا من سابقه نداریم، واقعا سابقه نداره همچون چیزی. تو این دوتا کتاب میتونید مراجعه بکنید و حالا راحت به شما بگم این جلسات احتیاج داره یک کتاب مستقل در موردش نوشته بشه. یعنی جلسات کربن طباطبایی با همه اطلاعات که الان ازش داریم باید نوشته شود. ان شاء الله خدا توفیق بده، فرصت کردم بهش خواهم پرداخت. اگر کسی بیش از من وقت و اطلاع دارد میتونه از خود آقای دینانی هم منبع بسیار خوبی هستن که مصاحبه بشه با ایشون صرفا در مورد این جلسات هر چی تو ذهنشون هست، به خصوص سالی که بودن، چون آقای دینانی هم تا سال حدود 50 توی جلسات بودن، بعد که دیگه وارد دکتری میشن و کار میکرده در تهران دبیر بوده، خب خیلی وقتش گرفته میشده، نمیرسیده توی جلسات شرکت بکنه. بنابراین اصلش این بوده تا 45ش یقین داریم، دیگه بعدش کمی باید خودشون بفرمان چه میزان حضور داشته. بله گفتن از من پرسیدن که اجازه بفرمان تقریر جلسات علامه و کربن موجود نیست، دو جلدش موجوده، یکیش همه رو من توی متن کتبی جلسه قبلم آوردم، بیش از 100 تا پاورقی داره، مراجعه بکنید با دقت، کتابشناسی کامل هم آوردم. سال 38ش و سال 39ش در دو جلد به همت مرحوم علی احمدی میانجی و سید هادی خسروشاهی منتشر شد. جلد اولش رو مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با خیلی تصحیح خوبی منتشر کرده، جلد دومش هم بوستان قم همین دفتر تبلیغات منتشر کرده، مشخصات کاملش رو نوشتم، واقعش توش در مورد تشیع حرف خیلی خوبی پیدا میشه. این دوستانی که یک کمی وهابی معابانه به تشیع نگاه میکنن توصیه میکنم یک کم برن اینو بخونن. بله اما متاسفانه مال سال 40 تا سال 55 یعنی 16 سال نیست، منتشر نشد. چرا شخصیت علمی و فلسفی؟ چون دکتر دینانی باید از دم و دستگاه حکومتی به قیمت کتمان حقایق تاریخی که تحقیقاً امانت بربه‌هایی برای حال آینده آگاه مردم هست تن میدهد. خیلی با لحن صحبت شما موافق نیستم، آدم ها با هم تفاوت دارن. ببینید دکتر دینانی هم خرج رهبر جمهوری اسلامی بود، اما چی داره؟ من خونش رفتم، خونه بسیار عادی، زندگی بسیار عادی داره. این 12 سالم که دور از ایران هستم، حالا شنیدم خیلی مصاحبه میکنن تو تلویزیون میرم، من ندیدم، من تلویزیون ایران رو نمیبینم، اینجا وقت هیچ تلویزیون نمیبینم، مال ایرانم به روی خودش. نمیدونم الان چگونه است، ولی تا وقتی من ایران بودم ایشون استقلال رأی خودش رو حفظ کرده بود در حد متعارف، در حد متعارف. شما فکر نکنید حالا همه مثل آقای منتظری هستن که باید اونگونه بیرنجه، نه، اکثر علمای بزرگ ما چه حوزوی چه دانشگاهی همین جوری هستن. نه دکتر شهیدی نبود، نه دکتر گرجی نبود، و من با همه اینا دم خور بودم. نخواهید که همه مثل، فرض کنید چه میدونم، من به عنوان شاگرد آقای منتظری که نیستن، هر کس خودش، من به ایشون از این حیث انتقادی ندارم، میشناسم ایشون رو، و مهم اینه که فرد خلاف واقع نگوید. حالا بعضیا همه حقیقت رو میگوین، بعضیا بخشی حقیقت رو میگن، بعضیا هم که سکوت میکنن، اون دیگه به خودشون میموند و خدای خودشون. من همچه انتظاری از همگان ندارم. اگه کسی همه فکر میکند همه امام حسین هستن اشتباه میکنه، همه ائمه امام حسین نبودن. من یه مقاله نوشتم آقا امام صادق کجا امام حسین بود، فرق میکنن، ما یه امام حسین داشتیم تو ائمه، بقیه شون وقتم داشتن امام صادق بودن، امام باقر بودن، امام سجاد بودن، امام کاظم بودن، امام رضا بودن، بقیه علیه السلام. در میان علما هم اقلی از علما چنین بودن، اکثرشون اینجوری نبودن. در بین اساتید هم همین جوریه. بذار انتظاراتمون میاریم پایین تا یک کمی واقعی تر به امور نگاه کنیم. بله اگر آقای طباطبایی ملک داشته در تبریز و زارع روی ملکش کار میکرده چطور در قم اجاره نشین بود و نتوانست اجاره بده؟ عزیز من اینقدر اینا آب باریکه بوده مجبور میشه. ببینید وقتی میگه ملک داشته، این ملک اول باید خرج خودشو بده، اونه که روش دارن کار میکنن، چیزی موند به دست مالک میرسه. این هم در حدی بوده، دو تا ممر درآمد داشته، یکیش همین آب باریکه آبایی و اجدادی، یکیش حق و تألیف کتاباش.
هر دوتاش رو هم میگذاشته نمیتونست خونه بخره، دوتا چهار تا. بعدم مجبور شده همونی که داشته بفروشه تا تبدیلش بکنه به یک خونه ملکی. بله، ایشون در اواخر عمرش خانه ملکی داشته است با فروش اون زمین ها در تبریز. اما وقتی که داشته از ممر اونها، چون اگه میفروخت هیچ کارش نمیتونست بکنه، زندگیش نمیچرخیده، این هاست. بعدم کسایی که اون زمان زندگی کردن میدیدن صادقه تهرانی دروغ نمیگه، میگه پول نداشته لباس زمستونه بخره. این بزرگان ما اینجوری رفتن المیزان نوشتن. اون وقت ما باید که در حواسمون باشد، خیلی چیز ازشون یاد میگیریم. بله، در مورد نظرات علامه طباطبایی در مورد ارتباط و توری داروین نظر خودتون رو بگید. ببینید، آقای طباطبایی در ذیل آیاتی که مربوط به خلقت انسان هست یک مباحثه کتبی با مرحوم دکتر یدالله صحابی داشت. هر دو از اوتاد زمانه بودن، هر دو بسیار متقی بودن. من توانسته بودم آید صحابی که زنده بودن خدمتشون برسم، طباطبایی رو نه. اونجا میخواد اتفاقا توی یکی از حالاتشون هست که وقتی میخواستن اون آیات رو بررسی بکنن، چون آقای صحابی زمینشناس بود، استاد زمینشناس دانشگاه تهران بود، فسیل ها و اینها رو دقیق میدونسته، و میگن کتاب خلقت انسان هم اسم کتاب آقای صحابی، کتابشو برای من بیارید، ببخشید. کتاب رو میارن خدمت ایشون، مطالعه میکنن و اون تفسیر اون آیات رو بعد از خوندن مطالب آقای صحابی مینویسن، ولی با ایشون هم عقیده نبودن. بعد مناقشه هست، مناقشه میکنن، پاسخ هم داده میشه به ایشون. من یادم هست یه پاسخ اجمالی میتونید نگاه بکنید، تو سرچ بکنید تو سایت هم، پاسخ خیلی اجمالی گفتن نظرت در مورد قضیه داروین چی هست، تکامل چی هست، اونجا اجمالا نوشتم. بعد از اون هم همه کارهای طرفین رو در این زمینه گردآوری کردم، چون فقط خلقت انسان و اون آیات نیست، یک ظاهرا مباحثه کتبی هم رد و بدل شده، اما تاکنون چیزی ننوشتم، یعنی منتشر نکردم. امیدوارم فرصت بکنم این رو انجام بدم. به هر حال ببینید، آقای طباطبایی چند تا علارغم همه نقاط قوتش در همین مباحث تفسیری، من چند جا انتقاد به ایشون کردم. یکیش تو بحث حقوق زن است، با صراحت تو کتاب، توی مقاله عدالت بازخوانی حقوق زنان در اسلام، از عدالت استحقاقی تا عدالت مساواتی، اونجا حدود 2 صفحه 3 صفحه تمام آرایشون رو چکیده کردم، دستبندی کردم، چون مهمترین شخصه. بعد آقای مطهری و آقای منتظری هم هر دو از استادشون متاثرن تو این زمینه، کاملا متاثرن، یعنی هر دو به عدالت استحقاقی قائل هستن و اونجا نقد کردم. یعنی فکر نکنید من اینجوری دارم از آقای طباطبایی دفاع میکنم، دفاع مطلق خیر، تو حقوق زن من نقد کردم. توی قصه علمای ابرار خوب اختلاف جدی با ایشون دارم، در قصه جهاد ابتدایی امسالم اختلاف نظر دارم، در قصه عقیده به اصطلاح آزادی بیان، حد آزادی بیان، الان مقاله انگلیسیم زیر چاپه، اونجا آوردم نظر آقای مطهری رو، چون صریح تره تو این زمینه که آزادی فکر رو ما داریم اما آزادی عقیده رو نداریم، آزادی بیان عقیده. من گفتم اگه کسی رو نفی بکنه دیگه آزادی فکر که چه منتی سر ما میگذاره، که اما که اینکه نمیشه این کنترلش کرد، فکر که قابل کنترل نیست، بس همش در بیان عقیده است. نقد کردم، یعنی من علی رغم ارادت فراوانی که با آقای مطهری آقای طباطبایی دارم یکی یکی اختلاف نظرم هم میگم. یادتون باشد اون اعلامیه که تنها اعلامیه که آقای طباطبایی سال 41 اسفند 1341 امضا کردن، که در نفی به اصطلاح نادرست بودن انتخاب، حق انتخاب برای خانم هاست، چه انتخاب شدن چه انتخاب کردن، نویسندش به تصریح ستادی خسروشاهی شخص آقای خمینی است. انصافا اعلامیه قوی هم هست، بسیار اصلا با همه اعلامیه فرق میکنه، داد میزنه. اینو باید یه آدم بسیار قوی نوشته باشد، آقای خمینی شخصا که نوشت. بعد 10 تا مرجع غیر از خودش هم 11 نفر اصلا امضا کردن. خب این ببینید، وقت اینا سیاسی کاری نیست،
یعنی من بیام به جایی که کتاب فقه به جای خودش، کتاب اصول به جای خودش، وقتی میخوام بگم تفکر شیعی یعنی چی، تفکر اسلامی یعنی چی، سال 41 آقایون اینو نوشتن، استدلالم کردن، 10 تا آدم، 11 تا آدم گردن کلوف زیرش امضا کرده، یکیش آقای خمینی، یکیش آقای طباطبایی. خب وقتی میشه سال 57 و بعد میانه میگه که نه خب خانم‌ها میتونن هم مجلس برن و هم رأی بدن، اینا چی شده؟ اینا تحولاتی است که حوزه کار من، اینا سیاسی کاری نیست. اینا اتفاقا من فضلای حوزه علمی رو دعوت میکنم، شما اگه این بخش جامعه شناسی سیاسی رو به کارتون اضافه نکنید، کاراتون ابتر میمونه. بله. بعد اینم داروین، نظر مرحوم منتظر در خصوص اون جمله مورد بحث علامه. من با ایشون در این زمینه صحبت نکردم، زمانی که من اینو کشف کردم شنیده بودم، اما هیچ وقت در اون زمان به فکر این مباحث نبودم. زمانی هم که اینو نوشتم مرحوم استادم آقای منتظری در قید حیات نبودن، لذا من اطلاعی ندارم که ایشون شنیدن میدونستن یا نه. بله. بعد استاد بفرمایید ببینیم دلیل مخالفت آقای خمینی و علامه چی بود؟ مگر آقای خمینی مرد خدا نبودند و معنویت و صداقت علامه را نمیدیدند که ایشان را در دغدغه فرهنگ اسلامی دارند؟ من در جلسه گذشته کوشش کردم که حتی الامکان اختلافات اینها رو تو 5 عنوان مشخص بکنم. این یه اشتباه فکر داریم، ما فکر میکنیم هر مرد خدایی باید با هر مرد خدایی موافق باشد. هر دو آدم بزرگواری بودن، به قول آقای صادقه تهرانی آن دو بزرگ، این بزرگوار، اون هم بزرگوار، اما یه مقدار کار غیر بزرگواران هم کردن. مثلا فرض کنید نحوه برخورد آقای خمینی و آقای شریعت مداری به هیچ وجه کریمانه نبوده است، اختلاف نظر داشتن. من یه چیزی برای به خصوص شنوندگانم که توی حوزه ها هستن عرض میکنم. ببینید تا حدود 90 من خیلی به کار جامعه شناسی سیاسی تو کارام عنایت نمیکردم. یعنی میوردم فقط تحلیل فقهی میکردم، تحلیل اصولی میکردم، تحلیل کلامی و فلسفی میکردم. بعد دیدم یه بعد کار زمین مونده و اون این که ما در نظر بگیریم که اون فردی که داریم در موردش کار میکنیم یه آدم بوده، یه انسان بوده. این انسان بودنش هم توی کارش تأثیر میگذاره. مثلا رقابت، خب آدم ها رو هم رقابت دارن، حسادت کم و زیاد هستن. حالا ممکنه بگیم عالم ربانی نباید اینجوری داشته باشد، ولی خب تو واقعیت هست. بعد نگاه که میکنیم مثلا من وقتی گره کار وقتی حل شد این بود که از اینو گذاشتم کنار، گفتم وقتی کار تحقیقی میکنم اصلا نگاه نمیکنم که آقای خمینی استاد اساتید من بوده، آقای طباطبایی استاد اساتید من بوده، به عنوان یه سوژه تاریخی تحقیقی بهشون نگاه میکنم. هر کدومشون مثل یه آدم، ببینیم چه کرده اند. خب آقای خمینی رقیب بوده با آقای شریعت مداری، از زمان همدرسیش درس آقای شیخ عبدالکریم حائری یزدی با هم رقیب بودن، هم اون هم این، هر دو بر عنوان رقیب به هم نگاه میکردن. بعد دوتاشون شدن آقا، دوتاشون شدن مرجع. دیگه تو کتابم نوشتم، الان نمیخوام بهش بپردازم. از یک طرف دیگه آقای طباطبایی و آقای خمینی با هم رقیب بودن، رقابت استاد فلسفه. اینقدر درس آقای طباطبایی گرم شده که آقای خمینی درس فلسفهشو تعطیل کرده. این تلقی خود آقای طباطباییه. من تو برگردید تو پاورقی بخش قبلی اووردم، میگه وقتی من درس رو شروع کردم تعداد زیادی از آقایون دیگه درس آقای خمینی نرفتند. دروغ که نمیگه. بعد آقای احمدی میانجی به یک نحو دیگری، ایشون من میشناختم، استاد اخلاق بودن، خیلی هم بهش ارادت دارم، خدا رحمتش بکنه، یه مسجد کوچیکی داشت، من میرفتم اونجا، واقعا هم استفاده میکردم. کار تحقیقاتش هم بسیار ارزنده است، خیلی ارزنده. ایشون توجیه کردن تو خاطراتشون، نوشتن که این که آقای خمینی درس فلسفه‌ش رو تعطیل کردن چون دیدن من به حول کفایه هست، رفتن سراغ فقه. خب عزیز من، مگه تو فقه و اصول من به حال کفایه نبوده؟ بیشتر که بوده، بس این جواب نیست. منم نمیتونم بیش از این بگم، ولی اجمالا رقابت بوده. و بعدم دو تا مشی مختلف بوده. آقای خمینی نگاهش این بوده هر که کار فرهنگی میکنه و اولویت سیاسی نداره، این آب با آسیاب دشمن میریزه، آب با آسیاب طاغوت میریزه. حالا آقای شریعت مداری باشه، آقای سید احمد خانساری باشه، آقای طباطبایی باشه، یا هر کس دیگری باشه. برای اینه که این تحقیقات من
فایده عملیش الان مشخص میشه که شما در نظر بگیرید. صرف این که بگیم آقای بهجت مرد خدا بود، خب بله مرد خدا بود، منم میرفتم پشت سرش نماز میخوندم، اما مرد خدا بودن باعث نمیشود مثلا هر موضع میگرفته درست باشه. یا اینا تفاوت دارن، یا فرض میکنه میگن آقای حسنزاده دید فلان داشته، خب داشته باشد، اما دلیل نمیشه که روی کرده سیاسیش علیه السلام باشد که. اینا رو لطفا تفکیک بفرمایید. بله دلیل مخالفت رو مقاله قبلی ما بخونید، اونجا به تفصیل گفتم، امروز هم خیلی چیزها رو گفتم. تام قضیه خونه خیلی حرفا بود، نخواستم من خیلی وارد گمان زنی نمیشم، نقل قولا رو برای شما گفتم، یه مقدارم شنونده من عاقل الحمدلله بشون خودش نگاه بکنه که چی شده چی نشد. علامه را واقعا خدمات ایشان قابل قیاس نیست با هیچ دانشمند معاصری، ولی واقعا استاد دینانی نباید در این سن و سال برای این مردم هزینه کنند و واقعیت ها را بیان کنند. برای افراد اجازه بدید من نسخه نپیچم. از من سوال میکنید، من وظیفه خودم رو انجام میدم. استاد دینانی کتاب‌هایی که نوشتن، شاگردایی که تربیت کردن، خدمت کردن. این کاری هم که این خبرگزاری داره انجام میده که افراد رو مقابل هم بگذارد، کار زشتی داره انجام میده. من تا آخر شاگرد آقای دینانی هستم، به ایشون ارادت دارم، مثالی هم ذکر کردم به جای خودش، نقد علمی کردم، اما ارادتم به جای خودش محفوظ. اینا نمیتونن بین شاگرد و استادش خدشه بیاندازن. انتقادم داریم، آره میتونید با خود ایشون تماس بگیرید، چون که مشکل نداره، برید خدمت ایشون، نظرتون رو به ایشون بگید، اما به من میگید من چیزی عرض نمیکنم تو این زمینه. بله چرا علامه پیشنهاد آیت الله خمینی مبنی بر این که در همان خانه به عنوان سهم امام زندگی کند را نپذیرفت؟ خیلی کار درستی کرد. آقای طباطبایی در زندگیش از وجوهات شرعی استفاده نکرد، یه اصل بوده تو زندگیش، ازش باید بپرسیم چرا. آقای خمینی و دیگر آقایون استفاده میکردن، البته عدالت رعایت میکردن، این عملا جلو اسراف رو میگرفتن همشون. بالاخره من احترام براشون قائل هستم. یادم هست من در حوزه علمی قم بودم، ببینید من یک چیز برای خودم بگم، چیزی که برام روش تأثیر گذاشت. بعد من مصاحبه ای از آقای مرحوم دکتر مهدی عائری یزدی خوندم، حالا مجلش هم بگردم یادم میاد کجا بود، خیلی رو من تأثیر گذاشت. از باباش پدرش نقل میکرد، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، میگفت من و پدرم توی حیاط آب و جارو کرده بودن، تخت بود، وقت تختای چوبی بود، رو اونا نشسته بودیم، قالی پهن میکردن، یادش بخیر اون، اگه اون دوستان یادشون از چقدر صفا داشت اون خونه های قدیمی، و من خدمت پدرم بودم، زنگ زدم، بعد اون خدمتکاری که بوده رفت در رو باز کرده، یک پیرزنی یک مبلغ بسیار ناچیزی آورده که به عنوان سهم امام بدن به مرجع تقلید آقای شیخ عبدالکریم. رسید دادن و تموم شد رفت. بعد پدر یعنی شیخ عبدالکریم مؤسس حوزه، آدم بسیار متقی بوده، رحمت خدا بر ایشون، رو میکنه به پسرش، میگه مهدی وجوهات رو اینا دارن میدن، این پول رو نمیشه تو هر جایی مصرفش کرد، با این پول نمیتونی شیرنی بخری، با این پول کفاف زندگی نه رفاه. این مثل پتک تو سر من خورد. من فرداش برداشتم نامه نوشتم، اون وقت آقای محمد مؤمن قمی مدیر اجرای حوزه علمیه بود، سر رئیس حوزه، نوشتم من از دریا، از گرفتن شهری، از این تاریخ داوطلبانه خودداری میکنم، چون به حمدالله از حق و تعلیف و حق و تدریس و حق و تحقیق و این امور زندگی میچرخه و نیازی ندارم. احضارم کرد، آقای مؤمن منو میشناخت، احضارم کرد، یکی دو هفته من درسش رفته بودم و مطلبم رو نوشته بودم، برای همون مطلبی که در مورد ولایت فقیه بود نوشتم توی مطالب، تو جلسات دبیرخانه خبرگانم که آقای امینی دعوت میکردن، ایشون تشریف داشتن، بنده هم جزء در صف نعال اون جلسه بودم. بعد منو میشناخت، گفت بیا پیش من. رفتم، گفت میدونه داری چه کار میکنی، این داری چیز از خودت خیر رو قطع میکنی اینها. گفتم که با عنایت نوشتم. گفت که من از جانب تو مینویسم که تا هر زمان که خواستم، دائمی نباشه، یعنی هر وقت زندگی نچرخید بیا من مراجعه کن، یا به مدیر اجرایی، به مدیر حوزه مراجعه کن و دوباره وصل میشه.
گفتم که هر جور صلاح میدونید اما من بنا ندارم استفاده بکنم و همینم شد. بعد تو دادگاه ویژه روحانیت وقتی اینا اومده بودن که همه تصدیقات رو من بیشتر بکنن، گفتم دست من خودم قطعا قبلا خودم رو قطع شهره کردم، شما زحمت نکشید. اگر میخواید زبانت مستقیم باشه باید قبلا هیچ نیازی به این افراد نداشت. آقای طباطبایی میدونست که این پول با چه زحمتی طرف توسط مردم میاد، این پول رو نمیشه هر جای صرف کرد، کار درستی کرد. منم بخشی به ایشون اقتدا کردم و گفتم به آقای عاشق عبدالکریم و با اون مطلب به خود آقای حاری یزدی هم گفتم این مصاحبت منو متحول کرد در عمل. اینو برای شما گفتم که بدانید که این آدمایی که ما داریم ازشون حرف میزنیم برای ارزش هاشون زندگی میکردن. فقر، آبروی فقر و قناعت نبردند. رحمت خدا برشون بود. بله. آیا غیر از انقلابیون داعش که نقل قول است در تعطیل کردن جلسات وی با کلبن، آیا روحانیون تراز اول هم مخالفت خود را ابراز میکردند با این جلسات؟ من خبر ندارم. مستند میخوام صحبت بکنم. تنها کسانی که اون زمان اون دهه ستیز با فلسفه داشتن و در قید حیات بودن جریان سید مرتضی جزایری بود. ولایتیون بودن، مشهور به ولایتی بودن، اطراف آقای میلانی بودن، خدا رحمت کنه ایشون را بعد از وفات ایشون. آدم بسیار باسوادی بود. ایشون هم در رده مثلا آقای اردبیلی و این آقای موسی صدر و اینها از مؤسسین مکتب اسلام بودن و بسیار من مطالبش رو خوندم و استفادهم کردم، برای چیز خاصی داشت. این آقای شریعت مدار هم که گفتم، همون که مقرر عربی درس عربی شرح منظومه آقای مطهری هم، ایشون هم تو همین وادی بوده، یعنی ضد فلسفه بوده. اصلا نسبتی که به آقای مطهری میده عجیب غریبه. آقای مطهری هم تو قصه پاسخهای استاد و مسئله حجاب مناقشات همین آقای شریعت مدار حسابی بهش حمله کرده. یه جایی بحث تحلیل داره، جای دیگری میگم. ولی این که آخه اون زمان اینها چون میدیدن از تشیع داره دفاع میشه بعدشون نمیومد. جای دیگش رو نه، اون دو جلدی هم که منتشر شده هم بحث تشیعشه، اما مباحث دیگش رو نمیدونم به گوششون میرسیده، اگرم میرسیده موافق بودن یا نبودن، یا مثلا اوپانیشاد، مقایسه اوپانیشاد و این مباحث بعید میدونم موافق بودن، ولی هنوز من به جایی ندیدم، نرسیدم که در این زمینه عرض کنم. بله. قضاوت شما درباره آقایان دینانی و شهیدی و امثالم که به گمانم خیلی منصفانه است با پیام سختگیرانه که درباره حسنزاده داشتید نسبتا ناهمخوانی ندارد؟ خیلی ممنون، سوال خوبی کردید. نه، برای اینکه دینانی هیچ وقت نیومده تا اینجا تا الان زبانش رو متن آلوده بکند، در حالی که بیش از همه این موقعیت رو دارد. دینانی سالم زندگی کرده، من شاهد بودم. الان نمیدونم 12 سال خدا بود، من تا زمانی که ایران بودم حاضرم همه جا شهادت بدم، شهیدی هم همینطور. اینا آدم های کمی نبودن. ببین سید جعفر شهیدی مدرک اشتهاد از آقای خویی داشت، آمد. من حالا هر چیزی نمیتونم یادم میاد، من هم بحث بودم با پسر سید جعفر شهیدی، سید احسان شهیدی، با هم رفتیم جبهه و بر نگشت، جنازش هم پیدا نشد. سید جعفر حاضر نبود جایی از نون پسر از قبل پسرش بخواد نون بخوره. هر بار من مینوشتم منتظر بود جنازه رو برگردونم. اینا آدمای اصلا شما فکر میکنید که ما فقط تو تاریخ میخونیم. من خیلی از بزرگان رو تو زندگیم دیدم که اینا ترک صغیره هم نکردند، ترک مکروهات هم نکردند، آدم های بسیار بزرگی بودن. من با سید جعفر شهیدی دمخور بودم و به شهادت میدم که او جز علمای ربانی بود، ساکت بود مثل استادش آقای خویی. اما شما یک کلمه پیدا بکنید که شهیدی به مداحی افتاده باشه یا دینانی به مداحی افتاده باشه، همچه چیزی نیست. ببینید استاد من مرحوم آقای حسنزاده اون مقدمه که به اون کتاب نوشته فردای قیامت باید پاسخ بده. الان هم مثل دوره ناصرالدین شاه نیست، مثل دوره نمیدونم قاجار نیست که بیاد وردم اول هر کتابی حرفا نوشته شده باشد. یا اون حرفا رو من با دقت کافی ویدوهایی که ازشون مونده بود، صوتهایی که ازشون مال خودش بود،
و احساس کردم که اینجا جاییست که باید تنبه بدیم که تکرار نشود توسط دیگران. لذا اجازه بدید که در عین احترامی که ببینید آقای حسن‌زاده تا زنده بودن و من خدمتشون بودم در قم، من جز از خیر ازشون ندیدم. برای شما گفتم تو جلسات دیگه، من هم در مورد همین آقای علی مدرس که رساله دکترم در موردش بود احتیاج داشتم به چون تصحیح کردم به نسخه خطی دست خود آقای علی، نسخه اصل که حاشیه‌اش بر اسفار نوشته باشه. این یک جا بود خدمت آقای حسن‌زاده بود، هیچ جا نیست. اینا نسخه کتابی نیست دیگه. من رفتم بهشون گفتم، خودم معرفی کردم، گفتم برام چه کاری میکنه. گفت این کتاب برای شما، پیش شما. سه ماه این کتاب منحصر به فرده، یعنی قیمت ندارد. اونه که تو کار فرهنگی باشن میدونن این بی قیمت است به از حیث گرانبهای. حاوی تمام حواشی آقای علی رو نسخه چاپ سنگی که اولین بار منتشر شد، آقای علی با خط خودش بر اینها نوشت. بنا هم نبود کپی کنیم چون چیز میشد، کتاب از بین میرفت. رضا من قول دادم من استرساخ خواهم کرد و کپی نخواهم کرد. نسخه خطی مسئله رو دارم. حالا شما در نظر بگید یک کتاب چند صد صفحه‌ای چقدر وقت منو گرفت و من استنساخ کردم. حتی تمام نشد، دوباره رفتم تمدید کردم. مشکلاتی پیش می اومد، یادم غلط املایی داشت چه هر چیزی رو با ایشون در میون می‌گذاشتم، ایشون راهنمایی می‌کرد. بعد کتاب رو برگردوندم. بعد از این بقیه که رفتن توی مجمع عالی رو دادم حکمت اسلامی، اینا نتونستن با کتاب دسترسی پیدا کنن. کاری که کردن به نقل از کتاب نسخه منه. ایشون جز خیر به من نکردند. بنابراین اون انتقادی هم که کردم انتقاد حقوقی است به شخصیت حقوقی یک عالم دینی. اجازه بدید بگم که هنوز امضا میکنم پشت پای اون آنچه رو که نوشتم و هر کس دیگری هم. برخی دیگر هم ببینید مطالبی رو گفتند و نوشتن در جای خودش. اون نوشته که من در مورد آقای مصباح یزدی نوشتم، ایشون هم استاد من بودن، هم مستقیم بیشترش غیر مستقیم. بعد اون آخرین نوشته من ایضاح تحول سیاسی مصباح یزدی، اینو حتما دوستان مطالعه بکنن. سندهای متعددی آوردم که چه اتفاقی افتاده. ای کاش آقای مصباح از فلسفه بیرون نمی‌رفت. این تفاوت این کار با کار اینکه صرفاً افراد رو بر اساس تعریفات فلسفی و فقهی و فصولشون ببینیم همینه که عالمان دینی رو در زندگی اجتماعیشون بررسی کنید به عنوان یک انسان و احتمال بدید که این انسان حب و بغضی دارد، نیازی دارد و کارهایی میخواد انجام بده. من اینجوری آقای مصباح رو خوندم و کاملاً جواب داد، یعنی تونستم به همه سوالاتم هم جواب بدم. آقای حسن‌زاده من دیگه ادامه ندادم، چیزای دیگه هم پیدا کردم ولی دیگه دیدم همه قد بس است. الان هم نمیخوام به اون موارده که تازه یابست اشاره بکنم، ولی بدونید شدیدتر شدم نسبت به موضوعی که داشتم نسبت به ایشون. بله، نظرتان درباره تقیه چیست؟ چون بیشترین ضربه رو در توجیه عدم پاسخگویی آقایان در طول تاریخ تشیع از این مسئله خوردیم، از جمله تناقضی که خودتون فرمودید در مورد تغییر 180 درجه آقایان و در مورد آرای زنان. یعنی وقت تقیه نیست. ببینید تقیه امر شخصی است. به قول شریعتی اینو من نوجوانی خوندم، میگفت برای حفظ ایمان است نه حفظ مؤمن. ببینید مرحوم عمار یاسر که آیه برش نازل شد، این مبنای تقیه است در دین ما، نه مذهب ما، در دین ما این تقیه مشروع است. اما اگر شما رهبر سیاسی جامعه باشید و بدانید که مردم از سخن شما چیزی استنباط میکنن و شما چیز دیگری در ذهن مبارکتان است، این تقیه حرام است به خدا. مقاله انگلیسی اخیرا، من سخنران انگلیسی داشتم، به سایت انگلیسی مراجعه کنید، اونجا چیزش هست، یک ساعت سخنرانی است، ببینید اونجا اینو آوردم و سنداشم که توی کتاب حکومت ولایی قبلا کار کرده بودم هست، که آیا اون جمهوری اسلامی که آقای خمینی در نفل و شاتو معرفی کرد
جمهوری به همان معنا که اینجا فرانسه جمهوری است، شکلش جمهوری است، محتوایش اسلامی است. یا آقای متحرک اون حالا آقای متحرک سوت از دنیا رفت، اما آقای خمینی وقتی اینا رو میگفت قائل بود به اینا، معنای جمهوری رو میفهمید، یا داشت خلاف میگفت. یه فرضیش اینه که مرحوم بنی سعد، مرحوم قطب‌زاده، مرحوم یزدی چیزا رو بهشون میگفتن و بعد تو ترجمه یه چیز دیگری رو میگفت تحویل خلق الله میدادن. نمیدونم، یه فرضیه. یا قبلا بهشون صحبت میکردن، متقاعدش کرده بودن که اگر غیر از این صحبت بکنی مردم نمیان سراغ شما. این خیلی احتمال صدقش بیشتر. اما بالاخره حرفایی که ایشون توی فرانسه زده بسیار مترقی بوده. من جوان اون زمان عاشق حرفای مترقی شدم. اما اینی که اتفاق افتاد، به قول آقای حکیمی، ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، تو چیز متفاوت هست. خب حالا سوالم در مورد صداقت است. همین سوالی که شما کردید، وقتی آقای خمینی میگفت جمهوری اسلامی، با اون معنای جمهوریت فرانسه معنی جمهوری رو درک میکرده یا نه، یا اگر درک میکرده خلاف واقع گفته است و خب در صداقتش تردید کرد. وقتی تردید در صداقت میکنه، وقت همه چیز فرو میریزه. من سالها تو کتاب حکومت ولایی فصل 12مش و آخرش رو بخونید، با خودم کلنجار میرفتم که نپذیرم که غیر صادقانه با مردم گفته شده است، تقیه شده است. رهبر حق تقیه ندارد، حق توریه ندارد، اگر هم باشد اینا تو حقوق فردی است نه حقوق اجتماعی. خب اما این که شما میگید حقوق زنان اصلا ربطی به تقیه ندارد، آقایون اون زمان نظرشون این بوده، برخیشون هنوز هم نظرشون اینه. فرض کن آقای گلپایگانی، بعید میدونم نظرشون عوض کردن، به همین شکل هم از دنیا رفتن. آقای خمینی نظرش عوض کرد، بعدم گفته شد اگر من مخالف بودم، یا شاگرداش نوشتن، این به خاطری بوده که با رژیم شاهنشاهی مخالفت بکنن، با تصمیمات شاهانه مخالفت بکنن، با حقوق زنان مشکلی نداشتن. اما این اعلامیه چیز دیگری میگه. ببینید جمله آقای خمینی این است که شما دارید خلاف ضروری اسلام عمل میکنید، به شاه داره میگه. یعنی این که زن انتخاب بشه یا انتخاب بکنه خلاف ضروری اسلام است. اینی که نمیتونه بگه تقیه است یا توریه داره میکنه. بله، خلاصه اینا چیزای جدی است که میشه. این رو باید یه موضوع مقاله جداگانه است، یه سخنرانی جداگانه است که آقای خمینی چه تحولی در زمینه حقوق زنان در شخص اتفاق افتاد. آخر این سال، چون دیگه باتری موبایل من اعلام کرد که دارم تموم میشم، تموم کنه اگه وقتم که تموم شد. آیا به نظر شما حوزویان عادت ندارن افراد را بیش از حد گنده کنن؟ مثلا در مورد یازیدانی آقای طباطبایی، آقای سروش میگن خیلی ابتدایی بوده. منظورم اینه حوزویان منش تمجید بیش از حد علما را دارن؟ من نمیدونم. ببینید، بله اینو دارن اجمالا، نه حوزویان، ما ایرانی ها داریم. ما وقتی میخوام کسی را خوشمون میاد میبریمش عرش اعلی، وقتی هم خود دوستش نداریم میزنیمش تو زمین. این فرق به حوزویان ربط به اونا نداره، هممون این مشکلات رو داریم. اما آقای طباطبایی انصافا در حد متعارف بیش از همگنان خودش ریاضی میدونست، اینو من حاضرم شهادت بدم. و این که امثال آقای حسنزاده که رفته ریاضی خونده، شاگردش بوده، اینا رو تأیید میکنه به جای خودش. پسرش هم مهندسه، عبدالباقی، مرحوم عبدالباقی مهندس بوده، میگه من ریاضی پیش بابام خوندم. ببخشید، آقای دکتر سروش چقدر ریاضی میداند و چقدر باید آقای طباطبایی دمخور بوده که بتواند بگوید ریاضی میداند یا ریاضی نمیداند. ایشون نهایتاً یک سفر وقتی برای معالجه به لندن رفته، اونجا با ایشون ملاقات کرده، مدتی خدمتشون بوده اونجا، من حالاتش رو خوندم، بسیارم احترام داشته و اینها. اما این دلالت میکند ایشون نهایتش این بوده، دانشجوی شیمی تحلیلی بوده، بیش از این نبوده دیگه. بنابراین هر که میخواد ذکر بکنه، منم ادعا نکردم حالا ایشون علامه ریاضیدانان بوده است، گفتم ریاضی میفهمیده، بسیار خوب، بیش از اینم انتظاری نداریم ازش. همین. خب یه اجازه بفرمایید، این سخن رو الان خیلی وقت گذشت، بیش از نیم ساعت اگر فکر کنم 33 دقیقه بیش از وقت وعده داده شده شد،
منتها الحمدلله این دفعه همه سوالا در کادر بود، یعنی سوالا مرتبط با موضوع بود و امیدوارم در جلسات آینده هم همینجوری ادامه پیدا بکنن. از صبر و حوصله تک تک شما سپاسگزارم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا مرحوم سید محمد حسین طباطبایی رو رحمت کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.